سپاس بیکران و ضمن خیر مقدم گویی و شاد باش دوستان و تشکر از آقای رضای پهلوی که در این شرایط حساس و به غایت حساس دعوت اتاق انجمن سخن رو پذیرفتم و تشریف آوردم و طبیعیه که اوضاع کشور رو به اشکال گوناگون رصد میکنیم، دنبال میکنیم. کشور میهن در خطر هست، خطرات بسیار جدی کشور، مردم میهن و کل تمامیت ارضی کشور ما رو تهدید میکنه. کشور به دلیل سیاست های ماجراجویانه حکام مستبد در آستانه یک جنگ ویرانگر قرار داره. لحظه به لحظه ما به اون نقطه حساس نزدیک میشیم، جنگی که سرنوشت ایران رو رقم خواهد زد اگر این ماجراجویان حاکم منطق قوانین قدرت و مسائل بین المللی رو درک نکنن و این راهی رو که تا کنون رفتن ادامه بدن، فاجعه نزدیک و نزدیکتر میشه. و این سیاست ها منجر به فروپاشی اقتصاد کشور شده تا جایی که کارشناسان گوناگون پیشبینی و آینده اقتصاد کشور رو بسیار پریشان و نامطلوب ارزیابی میکنن. حتی شخصی به نام اسکرولادی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هست و عملا به خاطر سود تجار معینی و اون سرمایه‌داری انگلی کشور رو عملا به مستعمره چین تبدیل کرده و ورود بیرویه کالاهای چینی تمام بخش صنعت و تجارت و اقتصاد کشور و کشاورزی کشور رو نابود کرده، ارزیابی که در حقیقت آخرین ارزیابی اون هست کرده که ظرف 6 ماه آینده احتمال یک قحطی فراگیر که ایران رو تهدید میکنه. و به نظر نمیرسه که این ماجراجویان حاکم از سیاست یا استراتژی که انتخاب کردن عقب نشینی کنن. در این وضعیت حساس و بسیار خطرناک طبیعتا میهن برای نجات به یک همبستگی فراگیر احتیاج داره. همواره ایرانیان در شرایط خطر فراتر از منافع شخصی، گروهی، قومی، فرقه‌ای، مذهبی، مسلکی، ایدئولوژیک دست به دست هم دادن. اواخر حکومت صفوی یک چنین وضعیتی بود که نادری پیدا شد و مردم که لیاقت اون رو تشخیص دادن و با اون اعلام همبستگی کردن و ایران رو نجات داد از خطر فروپاشی و تجزیه و نابودی. به نظر میرسه که حکومت شباهت قریبی داره به آخر حکومت صفویه دوران شاه سلطان حسین که در این تبختر و قدرت نمایی کاذب از درون پوسیده بود که با یک قوای محدود در هم فروپاشید. این نظر من فکر میکنم هیچ چیزی حیاتی تر مبرم تر از این نیست که بتوانیم متحد بشویم و ایران رو نجات بدیم از دست ماجراجویان حاکم، مافیای حاکم و از طرف دیگه جلوگیری از خطر جنگ، قحطی، ویرانی و
آشوب های نتیجه طبیعی قحطی خواهد بود. از نظر آقای رضا پهلوی دارای اهمیت خاصی هست در این زمینه، چون به نظر میرسه که شم سیاسیشون یا تیزبینی سیاسی یا آینده نگری سیاسی بهتر از همه گروه ها و سازمان ها خطر رو حس کرده و به همین دلیلم فعالیتش تشه ضرورت پاسخ بده به عنوان یک سرباز وطن، نه به عنوان یک شاه، شاهزاده و یا فردی که در جستجوی جایگاه ویژه‌ای برای خودش است. فکر میکنم تک تک ما باید چنین احساس رو داشته باشیم. وقتی که وطن در خطره، مهم نیست که در مقام سردار یا سرباز وارد پیکار بشید، مهم این است که مسئولیت بپذیرید و وارد پیکار بشید، پیکاری تمام عیار. و این نظر از آقای رضا پهلوی تشکر میکنم که به اتاق انجمن سخن تشریف بردن و وضعیت رو حساس تلقی کردن. از ایشون تقاضا میکنم در درجه اول به این سوال پاسخ بدن، آیا ایشون هم شرایط رو کاملا اضطراری میدانن؟ آیا کشتی میهن به صخره‌هایی که جلویش گذاشته شده تصادف خواهد کرد به دلیل ناخدایی که کشتی رو داره هدایت میکنه دچار جنون شده، جنون قدرت، جنون ثروت و نمیدونه کشتی رو داره به کجا میبره؟ و در این زمینه آیا دست دوستی و دست اتحاد در این شرایط اضطراری به طرف همه دراز میکنه که بتونیم برای مشکل غلبه کنیم؟ معیارهایشون در زمینه اتحادها چیست؟ آیا حاضر از فراتر از برخوردهای سیاسی، گروهی، برخوردهای شخصی، مسائل اختلاف برانگیز تاریخی دست دوستی رو به طرف هر هم‌میهنی گذشته از عقاید و نظراتش دراز بکنه و بی مسئولیت تاریخی خودش عمل کنه؟ اگر تشریف دارن و آمادگی دارن، دست بس رو با این مقدمه میتونیم شروع بکنیم. من ایشون رو دعوت میکنم که در صورت پاسخ بدن به این سال. میکروفون آزاد است، بفرمایید. با تشکر از شما جناب رئیسی، دوستان عزیز اگه صدای من رو دارید لطفا یک دو بدهید که مطمئن شم صدا میاد. خیلی متشکر. درود میفرستم به همه مبارزان راه آزادی و سربلندی میهنمان. ابتدا اجازه بدید تشکر خودم رو از برگزار کنندگان این جلسه داشته باشم برای دعوتی که از من کردن و فرصتی که برای من فراهم شده تا با دوستانمون صحبتی داشته باشیم. با توجه به کمبود زمان و صحبت زیادی که هست، من سعی میکنم تحت المقدور کلیتر و مختصرتر صحبت کنم تا زمان کافی برای مسائل متعدد باشه. در پاسخ به نکته که آقای رئیسی در ابتدا اشاره کردند، اجازه بدید قبل از هر چیزی به این مسئله اشاره بکنم که اصولا بهترین جهت رو برای پیشرفت یک جامعه در تمام خطوطش به نظر من در بودن یک فضای باز سیاسی است که عقاید متعددی بتوانند چه در موازی با هم یا چه در برخورد با هم تولید فکر و ایده بکند و از طریق این به اصطلاح پورالیزم فکری عقیدتی سیاسی است که ما میتونیم بهترین چالش های ممکن رو برای پیدا کردن بهترین راهکارها برای مملکتمون در آینده داشته باشیم و برای تضمینی که تمام این صداها و عقاید وجود داشته باشند. برای همین هستش که به دنبال یک
راهکاری هستیم که یک نظام سیاسی آزاد و دموکراتیک داشته باشیم که تضمین کننده حق هر شهروندی که دارای هر عقیده و ایدئولوژی که باشه بتونه در چنین جامعه‌ای حضور داشته باشه، حرفش رو بتونه بزنه و کوچکترین مانعی یا سانسوری برای این نوع اندیشه و عقاید هرگز وجود نداشته باشه. اما برای رسیدن به چنین آینده‌ای این رو نمیتوان فقط موکول کرد به نقش یک عده خاص یا گروه خاص یا حزب خاص یا تشکلی خاص. برای رسیدن به چی مهمی کل جامعه بایستی بسیج بشه، تمام به خصوص کارگزاران، رهبران فکری، عقیدتی، اندیشه‌ای نقش بسیار ویژه و والایی دارن، بخش روشنفکر جامعه نقش بسیار کلیدی داره، به خصوص در زمان کنونی که کشور ما دچار چنین بحران بسیار خطرناکی میتونه باشه که سرنوشت کشورمون، استقلال کشورمون، آزادی کشورمون در گروی این مسائل هست. بله، در چنین شرایط اضطراری پاسخ کاملا مشخص هست. از هر اندیشه و عقیده‌ای که باشیم، اگر دلسوز حال مملکت و آیندهش هستیم، به نظر من به عنوان ایرانی در درجه اول همگی ما دارای هر اندیشه ایدئولوژی که باشیم بس آقای رضا پهلوی عزیز شما هستید؟ میکروفونتون گیر کرد. دوستان باز امتحان میکنم، نمیدونم آیا الان صدا هست. خیلی خوب، من نمیدونم از کجا قطع شد. به هر حال اگر این وسط قطع شد میبخشید، نمیدونم چی باعث شد. به هر حال داشتم میگفتم که در پاسخ به نکته که آقای رئیسی بهش اشاره کردن، قطعا موانعی که سر راه ما هست انواع اقسام شاید بشه گفت مداخلات یا دسیسه هایی که ممکنه سر راهمون باشه، تمام اینها بیشتر صورت عمل پیدا خواهد کرد اگر ما هوشیار نباشیم و غفلت بکنیم و در زمانی که به دست یکدیگر بتوانیم یک جبهه متحد، چه در مقابل دشمن داخلی، چه در مقابل هر گونه انگیزه های خارجی که خارج از منافع ملی کشورمون باشه، بایستی بتونیم یه صف متحدی رو با هم تشکیل بدیم، با علم به این که در بین ما اختلافات سلیقه و عقیده هست که طبیعی هم هست که باشه، اما اولویت کار ما قبل از هر چیز رسیدن به آزادی است و به حقوق بشر و به یک جامعه دموکراتیک و در بودن چنین آینده‌ای هست که میتونیم هر کدوم جای خودمون و حرف خودمون رو در اون جامعه داشته باشیم. من همیشه از روز اول که در صحنه سیاسی وارد بودم سعی کردم که با تمام جریانات مختلف فکری مملکت در ارتباط باشم، چه کسانی که نمایانگر رژیم قبل از انقلاب بودند، چه کسانی که انقلابی بودند و در این انقلاب شرکت داشتند، چه از چپ، چه از راست، چه از نسل امروز، چه از نسل دیروز. چرا؟ چون فکر میکنم که هر چقدر ما بیشتر بین همدیگر دیالوگ داشته باشیم، زودتر خواهیم تونست به یک تفاهم واقعی برسیم برای آنچه که میتونه دغدغه مشترک و منافع ملی کشورمون رو در بر بگیره. برای همین من همیشه سعی کردم این کار رو انجام بدم و فکر کنم تاریخ عملکرد من توی 30 سال این رو در عمل ثابت کرده باشه. بنابراین همیشه به دنبال این بودم که ما به مرحله‌ای برسیم، به خصوص امروز که در یک چنین خلایی است که خطر جنگ با ایران بیشتر میشه یا هر نوع معامله با این رژیم امکان پذیرتر میشه و باز سر مردم ایرانی وسط کلا خواهد رفت، که ما باز بتونیم با کمک یکدیگر بدیلی رو در این صحنه سیاسی به وجود بیاریم که هم برای مردم کشور خودمون یه راهکاری باشه برای خروج از این بنبست و هم در سطح بین المللی بدانن که راه دیگری برای ایران وجود داره تا فرمولهای دیگری که در حال حاضر دارن بهش نگاهی میندازن. اگه ما در این مورد ما جمعی رو میگم غفلتی بکنیم، واقعا در مقابل آینده کشورمون پاسخگو خواهیم بود و به همیهنانمون، و در وضعیت ضروری کنونی واقعا فکر میکنم که کمتر کسی باقی مونده باشه که ضرورت این مسئله رو امروز درک نکنه و اهمیت این همکاری همه جانبه برای رسیدن به یک هدف مشترک ملی. من همیشه سعی کردم از یک دید فرامسلکی، فراحزبی و فراعقیدتی به قضیه برخورد بکنم و در یک چارچوب یک هدف و یک پروژه ملی به قضایا نگاه بکنم.
به حال دوستان چون فرصت کوتاهه اجازه بدین در این لحظه من میکروفون رو رها بکنم تا اگر مطالب دیگر یا سوالات دیگری هست یا نظرات دیگری دوستان دارن که خیلی خوشحال میشم به سهم خودم بشنوم، به حال از این فرصت منتهای استفاده رو کرده باشم و امیدوارم در خدمتتون بتونم باشم. مرسی، سپاس. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما. قطعا با حسن نیت تنها نمیشه امر اتحاد را پیش برد و همونطور که گفتید کثرت وجود داره و چگونه میشود کثرت رو به وحدت تبدیل کرد؟ موانع کثرت چیست؟ کثرت قومی، زبانی، مذهبی و فرقی و مسلکی، حزبی، سیاسی، تمام اینها رو در صورت یه جامعه زنده به نام ایران از این کثرت ها تشکیل شده و هر دوره تاریخی نتوانستیم کثرت رو به وحدت تبدیل کنیم، به صورت خردمندانه این اجزای کثرت در مقابل هم قرار گرفتن و مشکلات ایجاد کردن. پس بنابراین باید بر موانع ذهنی کثرت غلبه کنیم تا بتونیم به اون وحدت دسترسی پیدا کنیم. یکی از موانع مهم این کثرت بی‌اعتمادی است. رویدادهای پیش از انقلاب، پس از انقلاب، رویدادهای 33 سال اخیر اعتمادها رو بسیار شکسته، سوء استفاده از قدرت، سوء استفاده از موقعیت، و در صورت ما میبایست بر این بی‌اعتمادی ها غلبه کنیم. یکی از مشکلاتی که تو جامعه ما هست مرده پرستی است، یعنی گذشتگان بر ما حکومت میکنن، گذشتگان به جای ما فکر میکنن. هنوز به اون اندیشه دکارتی نرسیدیم که من میاندیشم پس هستم. متاسفانه به عنوان مثال بر بخشی از ما هنوز مصدق غالب است و اون به جای ما فکر میکنه، بر بخش دیگه خمینی، آقای خمینی به جای ما فکر میکنه، خط امام، بر بخشی دیگه بیژن جزنی و یا نیروهای دیگه فکر میکنن. یعنی یک نوع مرده پرستی و نیاپرستی و گذشته پرستی در میان ما هست و همین اختلافات اون دورانهای تاریخی متاسفانه وارد سیاست امروز هم میشه و نمیتونیم از این پدیده فرا بریم. نگاه بکنید هر جا صحبت اتحاد میشه مسائل گذشته مطرح میشه، مسائل قبل از انقلاب، بعد از انقلاب. من سوالم از شما این است برای شفاف سازی. خب ممکنه ملی پیدا بشه بگه مصدق میاندیشد پس من هستم، دیگری بگه آقای خمینی میاندیشد پس من هستم و الاخر. آیا شما جناب آقای رضا پهلوی شما هم این گونه هستید؟ یعنی رضا شاه میاندیشد پس شما هستید، محمد رضا شاه میاندیشد پس شما هستید، یا اینکه به اون به اصطلاح پدیده‌ای که خودتون بیان کردید به عنوان یک شهروند مدرن به این مرحله عصر روشنگری توجه دارید که خودت میاندیشی پس هستی؟ اگر ماها همه بتوانیم بر این غلبه کنیم، اون موقع نسل امروز با اندیشه خودش میتونه مسائل و مشکلات امروز حل کنه. تا گذشتگان بر ما حکومت میکنن ما نمیتونیم راهکار پیدا بکنیم. واقعا میخواستم برای شفاف سازی هم خودم هم دیگران بدونم شما خودت میاندیشی یا رضا شاه به جای تو میاندیشد، محمد رضا شاه به جای تو میاندیشد. سپاسگزارم، این کمک زیادی میکنه به این که نسل امروز بیاموزه خودش بیاندیشه با احترام به گذشتگان، با توجه به تجارب خوب و بد اونها و به اصطلاح اون تجارب رو وضعی ابزاری بکنه برای اندیشیدن، نه اینکه تسلیم گذشتگان بشه. چرا که گذشتگان وقتی که بر ما حکومت بکنن همون جنگ های حیدری نعمتی، جنگ های مصدق با محمد رضا شاه، جنگ های خمینی با محمد رضا شاه تکرار خواهد شد و متاسفانه بخش غالبی، بخش بزرگ از جامعه ما، جامعه سیاسی البته، مردم عادی اینجوری نیستن،
هنوز گرفتار این مشکلن و همین یک از موانع بزرگ اتحاد هاست. میخواستم واقعا نظرتون رو شفاف تو این زمینه بشنوم. بفرمایید. پاسخ سوالتون بسیار ساده است. البته که آری، هر کدوم ما در زمان خودمون با شرایط روزگار خودمون مواجه هستیم و بر اساس شرایط عینی روزگار خودمون باید فکر بکنیم، چاره جویی بکنیم و راهکار ارائه بدیم. میخوام اینو بگم که این تنها مسئله نیست که همطور که گفتی دکارتی فکر بکنیم و تفکر خودمون رو از آن خودمون بدونیم، نه در ارتباط با گذشتگانمون. به یقین میدونم که دخترای خودم یه روزی تفکری متفاوت از من ممکنه داشته باشن، چون مواجه با دنیایی خواهم بود که با دنیای کنونی من فرق داره، چه برسه با دنیایی که پدرم باهاش سر و کار داشت یا پدر بزرگ من باهاش سر و کار داشت. دنیا خیلی عوض شده از اواسط قرن 20 تا دوره که الان درش هستیم. جوانای امروز مملکت که حتی زمان انقلاب به دنیا نیامده بودن نصف بیشترشون، امروز در سنین 18-20 سالگی هستن و به آینده 50 سال ایران دارن فکر میکنن، نه که 50 سال پیش چه اتفاقاتی افتاد. حالا چه خوب به بعد چه بعد، با هر نقد تاریخی که از اون جریان داشته باشیم، از نظر موضوعیت که چه ارتباطی با وضع امروز و فرداشون خواهد داشت، چه برخورد و تفکری خواهند داشت، آیا میتونن با تفکر کسانی که در دهه 60 و 70 زندگی میکردن مسائل سال 2030 و 40 حل بکنن، یا هر زمانی شرایط خاص خودشو خواهد داشت. بنابراین هر کدوم ما بایستی استقلال فکری خودمونو داشته باشیم. هیچ کدوم ما فکر میکنم که از نظر ژنتیکی تفکر گذشتگانمون رو به ارث برده باشیم. دست کم من نبردم، حالا بقیه رو نمیدونم، ولی من در مورد خودم دارم میگم. بنابراین پاسخ به سوالتون کاملا مشخصه و درسته و من تایید میکنم و اضافه کنیم. اما خوبیش این است که وقتی با یکدیگر صحبت بکنیم و از تجربیات همدیگر پند بگیریم برای اینکه تاریخ تکرار نشه، ما باید یه برخورد آینده نگر با استفاده از تجربه تاریخی داشته باشیم و تجربه رو بکنیم معیار برای باز تکرار نکردن اشتباهات، نه اینکه این رو پتکی بکنیم که به فرم عقده بخوام تو سر همدیگه تا ابد بزنیم که این وسط هیچ گیر مملکت و نمیاد و راهکاری رو ارائه ندادیم با این کار. و بعد میگرده به یک فرهنگ سیاسی و به یک درجه از به تمدن و به آگاهی و به ذهنیتی رسیدن که لازمه یک چنین رفتار اجتماعیست به مفهوم جمعیش، وگرنه هر کدوم میتونیم عاشق حرف و اندیشه خودمون باشیم و هرگز نخواهیم حرف دیگری رو بپذیریم یا گوش بدیم یا حتی تحملش رو داشته باشیم. بنابراین اگرچه عقب میمونیم از جهان پیشرفته، عقب میمونیم از جهان مدرن، عقب میمونیم از جهان آزاد و هیچ کمکی نکردیم به تقویت خودمون به عنوان یک جامعه، به عنوان یک کشوری که میخواد برسه به جرگه پیشرفته ترین و آزاده ترین کشورهای جهان. این برمیگرده به عملکرد خودمون فرای هر نوع ایده که داشته باشیم. در عمل باید این رو نشون بدیم و چون شما دعوت به شفافیت میکنید، من هم به سهم خود میگم فراتر از بیان در عمل باید این رو به همدیگر نشون بدیم و این سریع‌ترین راه ایجاد اون بستر اعتماد و به اصطلاح احترام متقابل و همکاری جدی و واقعی است. جناب آقای رضای پهلوی، شما صداتون قطع شد یا مسئله رو پایانی یافته تلقی میکنید؟ یک در اختیار شماست اگر قصد ادامه تمام کرد. بسیار ممنون. در رابطه با همین مسئله شفاف سازی و اعتماد برانگیزی، من راحتم جناب آقای پهلوی، من خیلی آدم راحتی هستم، سرراست و بیواسطه و مستقیم صحبت میکنم. همونطور که تاریخ ایران رو مطالعه کردید، پدیده غرب ستیزی در بطن انقلاب مشروطیت به وجود آمد یا حداقل انعکاس عینی و گسترده پیدا کرد که نماد برجسته اون شیخ فضل الله نوری بود. انقلاب مشروطیت رو متهم کردن به غرب‌گرایی و روشنفکران دهه 40-50 هم
مثل آقای جلال آل احمد با آشکار، با روشنی و آشکاری هرچه تمامتر انقلابیون مشروطیت رو قطعگرا معرفی کرد و یا به معنای عمیق‌تر توطئه قطع. رضا شاه پهلوی در حقیقت بخش‌هایی از برنامه انقلاب مشروطیت رو در کشور متحقق کرد، نهادینه کرد، در زمینه اقتصادی، صنعتی، حقوقی و مسائل متعدد. به همین دلیلم قطع ستیزی با پهلوی ستیزی عجین شد و تا امروز هم تداوم داره. قطع ستیزان حرفه‌ای، یعنی کسانی که با اندیشه قطع، نه شکل استعماری قطع، بلکه با اندیشه، فلسفه، فرهنگ قطع ستیز دارن و این رو خطری برای بنیانهای فکری خودشون میدونن، تحت عنوان تهاجم فرهنگی قطع ستیزی گسترده و عنان گسیخته ای رو پیش میبرن. یعنی در حقیقت قطع ستیزی، مدرن ستیزی، ملت ستیزی، دولت ستیزی و مسئله از این دست تا سنت رو حفظ کنن. ریشه های این قطع ستیزی و پهلوی ستیزی کور رو در چی میبینید؟ آیا یه رابطه بین این قطع ستیزی سنتگرایان و پهلوی ستیزی شما مشاهده میکنید؟ گرچه به معنای نیست که عصر پهلوی همه مشکلات رو حل کرده، بلکه گام های در راستای مدرنیته برداشته. چه دلیلی و چه عاملی باعث میشه، چه منافع اونها، موقعیت اونها، چه عاملی باعث میشه که قطع ستیزی با پهلوی ستیزی اینقدر عجین بشه که حتی سرایت کنه به بخش روشنفکری جامعه؟ با توجه به اینکه در قیام مقام قیاس حکومت پهلوی ها با گذشته خودشون که قاجارها باشن فرسنگ ها فاصله دارن، یعنی جلو آوردن جامعه رو، و با حکومت جمهوری اسلامی که کشور رو به قهقرا برد و اندیشه های شیخ فضل الله نوری رو به حاکمیت رسوند تحت عنوان قطع ستیزی اقدامات معینی کرده. چون یکی از موانع نزدیکی نیروها و جبه بندی کاذب در همین رابطه است، قطع ستیزی و پهلوی ستیزی. شما چگونه ارزیابی دارین تو این زمینه؟ امیدوارم تو این زمینه اگر اشتباهاتی، خطاهایی هم پهلوی ها کردن در این صحبت خودتون قید بکنید و ریشیابی کنید. سپاسگزارم، میک در اختیار شماست. اشتباهات که من فکر کنم جستجوی مدرنیته و آزادی به هر حال وقتی که نگاهی بندازیم به یه عصر دوران طلایی اروپا بعد از یک انکیزیسیون مذهبی در قرون وسطا شاید بیان واضح‌تری باشه از اینکه به چه شکلی به یک عصر به صدا تجدد و به هر حال ترقی و پیشرفت و همون به نوعی میشه که مدرنیته هم در اون عصر دست پیدا شد که به هر حال باز گفتش که مرکز ثقل این خب در جهان به اصطلاح غرب یا اروپای اون زمان بود. اگه از این لحاظ بگیم که در کجا این ایده ها و این فلسفه ها رو میشه جستجو کرد، که فکر کنم بیشتر کسانی که در کشور خودمون اهل مطالعه بودن و فلاسفه مهم رو میخوندن، خب بیشتر این فلاسفه در کجا فلسفه بافی میکردن، از روسوش بگیرید تا مارکسش، از نمیدونم هابزش بگیرید تا جان لاکش، از تمام دورانی که نگاه بکنیم. خب نمیگم در شرق هم نبود، ممکن بود شما یک جایی هم در چین یا در ژاپن پیدا میکردید، ولی اغلب به هر حال این جهت مدرنیته رو در جهان به اصطلاح غرب میشد جستجو کرد. این تازه شامل حال ایران که فقط نبود که حالا میخوان بند بدن به مثلا یک دوران خاصی و در اصل به قول شما یه دهشت به عنوان یک پهلوی ستیزی. خیلی نگاه ها به سمت همین مراکز فکری در غرب بود که متاسفانه شرق از این لحاظ عقب افتاده بود از این جریان.
اما این دلیل بر این نمیشه که ما بخوایم تفاوتی قائل نشیم در هویت ملی و فرهنگی خودمون. تفکر مدرن داشتن الزاماً به مفهوم ادای تمام جنبه‌های فرهنگی یک کشور غربی و یا شرقی الزاماً نیست. بالاخره هر کسی هویت، هر کشوری، هر به اصطلاح جامعه‌ای یک خصوصیات خاص خودشو داره. ممکن در خیلی از خیلی لحاظ به هم شباهتایی داشته باشن ولی الزاماً عین یکدیگر نباشن. تو همین اروپا شما اگه نگاه بکنید نمیتوان گفتش که آلمان عیناً بلژیکه یا اسپانیا عیناً فرانسه است یا ایتالیا عیناً فرض بکنید هلنده. نه، در همون مرزهای نسبتاً نزدیک به دیگر انواع اقسام جنبه های به اصطلاح خصوصیاتی که به یک کشوری خصوصیات خاص خودشو میده میتونیم جستجو بکنیم. بایستی زمینه اصلی مخالفین با مدرنیزم رو جستجو بکنیم که چه انگیزه واقعی داشتن در مخالفت با مدرنیزم و اسمشو گذاشتن غرب زدگی. اون رو باید رفت جستجو کرد و نتیجه اون تفکر وقتی که عملی بشه باید ببینیم چه عواقبی داره که جمهوری اسلامی موجود در کشورمون شاید بهترین نمودارش باشه امروز. اگر از این زاویه به قضا نگاه بکنیم اصلا موضوع عصر پهلوی نیست، گرچه خیلی سازنده بودن به عنوان آوردن مدرنیته و نهادهای عرفی در کشوری که اصلا کوچکترین نهاد عرفی نداشت، برای اینکه برسیم به شروع یک جهت دادن به این ترقی و مدرنیته و از اون عقب‌ماندگی در اومدن. امروز کجای کار هستیم؟ وقتی که دور کاملی زده باشیم، یه عصری رو دیده باشیم که در کشور ما از زمان آتاتورک به بعد در پارالل در ایران، خب رضا شاه کبیر چی کار کرد، آتاتورک چه کرد، بعد چه اتفاقی افتاد تا زمانی که رسیدیم به نهضت ملی شدن نفت 57، در این 30 سال چه شد و امروز اکنون در کجا هستیم؟ آیا میشه گفت که تجربیات مردم ایران امروز عقبتر از فرض بکنید کشورهایی که به اصطلاح بهار عرب رو دارن تجربه میکنن و تازه دارن وارد یه تونل میشن بعد که بحث اسلام یا مذهب پیش میاد، تا ایرانی که بعد از 32 سال حکومت مذهبی فرق بین یک جامعه سکولار رو با جامعه غیر سکولار به اون شکل مشخصش درک نکرده باشن؟ اینا همش در عمل تجربیاتی که ما میتونیم در تمام این مسائل داشته باشیم. در کجا غرب رو بایستی در مقابلش ایستاد، در کجا باید باش همراهی کرد، در کجا در قالب منافع ملی خودمون باید تعامل داشت، در کجا بایستی محکم جلوشون ایستاد. اینها جزء چیزهایی است که من دنبالش هستم که آینده رو داشته باشیم که جامعه ما انقدر قوی باشه، انقدر نظام صحیحی داشته باشه که هیچ نیروی نتونه به ما چیزی رو تحمیل بکنه. با یک تلنگر ساده در رأس کل نظام رو بکشن پایین. یک بدنه وسیع باشه که هرگی بخواد درگیر بشه با ایران با یک ملت 80 میلیونی مواجه باشه، نه با یک گروه تنها در رأسش. این زمینه سازی، این پایریزی رو ما بس با استفاده از تمام آگاهی های در جمعی که با همدیگر میتونیم داشته باشیم، با تمام تجربیات تاریخیمون، در برخوردی که در تمام این دوران و عصرهای مختلف با دنیا بوده و هست، با استفاده از تجربیات خوب یا بد سایر کشورهایی که شاید در دست‌اندازهای متعددی افتادن، این وسط به قول معروف بتونیم گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون و در حد ممکن بتونیم یک ثبات و یک آرامش رو برای خودمون جستجو کنیم که در واقع میتونه در بعضی موارد خیلی هم بیشتر به نفع جهانیان نیز باشد، ولی هرگز زیر باز کوچکترین فشاری نریم، متو نه با شعار، نه با وعده های پوچ، نه با یک بحث های بیشتر دوگماتیک، اما در عمل، در عمل زمینه سازی بکنیم که از هر لحاظ کشورمون متکی باشه به این اهرم ها که این تضمین رو به جامعه خودمون بده از یک سو، و در طرف مقابل به دنیا بگیم که به هر حال ما کشوری هستیم، مملکتی هستیم که میخوایم در این راستا خوب پیش بریم، اما زیر بار هیچ نوع زور و یا هیچ نوع تحمیلی به مفهوم استعماریش یا دیگر فرماش نمیریم و نخواهیم رفت.
ولی بهترین راه تضمینش سرمایه گذاری در یک نظامی است که همه باز درش دخیل باشیم، در پای ریزیش از انواع اقسام جهت‌های سیاسی. کشور ما الان به مرحله ویرانی داره میرسه، نظامی رو باز پای ریزی بکنیم که پاسخگوی این خواسته مشترک همگی ما باشه و در واقع در از نظر محتوای، از نظر پایه‌های ارزشی، قوانین و انواع اقسام مکانیزم‌هایی که تضمین کننده یک جامعه دموکراتیک و پویا هستش دنبال اون باشیم. به نظر من بهترین تجربه این دوران اخیر تجربه مستقیم با حکومت مذهبی بوده و اهمیت جدا بودن دین از حکومت به عنوان یک پیشرفت برای رسیدن به دموکراسی رو پیدا می‌کنیم. اگر ما مشکلی نداشتیم با این حکومت که بنده هم میتونستم به سهم خودم و شما دوستان الان در ایران بریم حرفمون رو بزنیم، نظر خودمون رو بدیم، فردا نه دستبند به ما بزنن بفرستنمون زندان اوین یا اعدامون بکنن به خاطر اینکه جرأت کردیم که رژیم رو زیر سوال ببریم و تهمت محابره با خدا مثلا به آدم بزنن. نه، این درسی است که همه ما به شکل کاملا واضحی میبینیم. متا برای رسیدن به اون مرحله این راه رو به نظر من هیچ گروهی، هیچ دریانی، هیچ تفکری به تنهایی نمیتونه ببره. ما یک واقعی قولی سر و کار داریم که کوچکترین ارزشی برای زندگی انسان قائل نیست و با بیرحمی کامل هر کس رو ممکنه زیر تبر خودش از بین ببره و بهترین تضمین ما برای موفقیت یک کار جمعی است بر اساس اصول مشترک و نهایتا رجوع دادن به رأی مردم در یک انتخابات آزاد واقعی تا سرنوشت کشور رو مردم کشورمون تعیین بکنن. با این علم وارد میشیم که میتونیم پیشنهاد دهنده راهکارهایی باشیم، اما هیچ کدوم از قبل به ملت ایران نمیتونیم چیزی رو تحمیل بکنیم یا حکم بکنیم. انتخاب بایستی انتخابات واقعی و آزاد باشه، ولی میتونیم مدافع یک سلسله ارزش ها باشیم، میتونیم مدافع سلسله پرنسیپ هایی باشیم، میتونیم مدافع حقوق یکدیگر باشیم و از این طریق سریعتر و بهتر برسیم به یه آینده‌ای که همه داشت زمین همکاری و همسویی بودم و در خدمت تمام همیهنانم بوده باشم برای کمک کردن به ایجاد زمینه رفاق و اشتراک. به آینده ایران هم کار ندارم که فردا نقشی خواهم داشت یا نخواهم داشت و دیگری، چون قبل از هر چیزی به فکر آزادی میهن هستم، به فکر دموکراسی هستم، به فکر حقوق بشر هستم، به فکر حکومت قانون هستم و اولین کسی هستم که میگم و خواهم گفت که به تنهایی این کار رو نه من نه هیچ کسی خواهیم تونست انجام بدیم. مجبور هستیم و بایستی این کار رو با هم انجام بدیم و مهم این هستش که امروز این رو به کرسی بیشتر بحرانی نشده. این یک وظیفه تاریخی و میانی است که به گردن همه را امیدوارم که در این کار بتونیم با هم خوب پیش بریم و کار باز. متشکرم. در همین راستا و در همین زاویه برای غلبه کردن بر بسیاری از سوء تفاهمات به یا نظراتی که باعث انشقاق میشه، یک موضوع کلیدی دیگه رو مطرح میکنم و اون این است که طبیعتا ایرانی ها مثل هر ملت باستانی روی استقلال و حفظ و استمرار بقای مملکت بسیار حساسن. ملت های باستانی مثل ایرانی ها، چینی ها، مصری ها و الاخر، و از این نظر شخصیت هایی که به وابستگی به خارجی متهم بشن جلب اعتماد مردم بسیار سخت و دشوار است. یکی از موانع ذهنی است. جمهوری اسلامی هم کوشش فراوان میکنه با سوء استفاده، با شناخت این مسئله و سوء استفاده هولناک از این مسئله، مخالفین خودش رو وابسته جلوه بده. نگاه بکنید حتی منتقدین درون نظام رو هم وابسته به اسرائیل و آمریکا و اینها معرفی میکنه، تا جایی که همین آخرین حرکت آقای موسوی و کهروبی رو و حتی آقای رفسنجانی رو هم سعی میکنه با اتهام وابستگی به خارجی موقعیت اجتماعی اونها رو متزلزل کنه. انگشت اتهام به طرف شما هم هست که شما
شخصی مستقل نیستید. هر شب در رسانه‌های گوناگون نوشتاری، گفتاری روی این مسئله مکث میکنن و حکومت ایران، حکومت استبدادی و سرکوبگر ایران هم روی این مسئله مانور میکنه. گرچه همونطور که در ابتدای سخنم گفتم کشور رو به تباهی کشونده و امر اولیه استقلال اقتصادی است یا متکی به خود بودن در حد معقول هست، کشور رو به ویرانه کشونده، ولی از نظر تبلیغاتی خودش رو نماد منافع ملی، خودش رو مستقل میدونه، معرفی میکنه و دیگران رو وابسته به من جمع شما. در صورت این صراحت لازم هست، بسیار این صراحت لازم هست که شفاف سازی کنید واقعا تا چقدر این حکومت از این ابزارهای تبلیغاتی خودش برای ساختن ذهنیت‌های کاذب موفق بوده. گرچه اول انقلاب موفق بوده، ولی الان هیچ نوع ارزش این نوع تبلیغات نداره. خواهش میکنم شما در این زمینه نظر خودتون رو شفاف بیان کنید و نتیجه گیری هم بکنید. رژیم گذشته وابسته تر بود یا رژیم کنونی؟ الاز اقتصادی میگم، الاز شکنندگی و الاخر، به غیر از اون عربد کشی های سیاسی که جامعه ایران الان به اون درجه از معقولیت و خردگرایی رسیده که اسیر عربده‌کشی ها و فحاشی های حکومت در مقابل خارجی ها نباشه و بفهمه که اینها کشور رو به ویرانی بردن و هر حرکت اینها در منطقه به نفع همون قدرت های غالب جهانی تمام شده. نظر شما رو خواستم تو این زمینه بپرسم. میک در اختیار شماست، بفرمایید. آقای رئیسی، یه ذره صدا شما داشت یک دو می شدم، در مورد فقط من بودم که یه مقدار اشکال داشتم از دست شنیدن صدای شما یا دیگران، ولی اگر سوالتون رو درست فهمیده باشم در ارتباط با مسئله اتهامات رژیم به اینکه ما عوامل وابسته به خارجی هستیم و از این گونه اتهامات، اگه بخوایم حالت مقایسه‌ای نگاه بکنیم که فکر کنم جوابش خیلی ساده است، راه دوری لازم نیست بریم. شما امروز برین از یک بازاری یا از یک کارگر ایرانی بپرسید که چه وضعیتی این رژیم به وجود آورده با وابستگی‌هایی که خودش پیدا کرده با بعضی کشورهایی مثل چین یا مثل کره شمالی یا این دو کشورها، فکر کنم بهترین پاسخ خودشون بهتون خواهند داد. اما بیایم ببینیم که وقتی که یک اتهامی زده میشه بر مبنای چه چیزی این اتهام زده میشه. آیا اقدامی است که فردی کرده باشه، حرفی است که زده، در عمل، در کجا؟ تمام پوزیشن هایی که گرفته شده، لااقل اینطور بگم، تمام پوزیشن هایی که من گرفتم اگه درست فکر بکنید الزاما به نفع همون غربی که اینا اتهام میزن ما بهشون وابستگی داریم، علل خصوص امریکا، الزاما نیست. اگر یک بازار اسلحه‌ای در کار هست، اگر یک نفت ارزونی رو همچنان میخوان بخرن، آیا فکر کنید از این بهتر موقعیت هست براشون در اون بازار خاص که الان هست؟ ولی این به نفع مردم کشورمون که نیست. وقتی ما میخوایم به جایی برسیم که اقتصاد تولیدی داشته باشیم، یه اقتصاد نفتی دیگه نباشه، ما بتونیم ارزش‌سازی داشته باشیم، ما بتونیم تهمونده نفتمون رو به قیمت بهتری به عنوان کالاهایی که ارزش اضافی روش اومده باشه مثل مسئله پتروشیمی اینا و بریم جهت انرژی های قابل بازتولید و جلوگیری از یک دو هولوکاست های اتمی به خاطر اینکه تکنولوژیش امروز واقعا وامونده و کشور ما خطرات زیادی رو میتونه از نظر فقط زیست محیطیش بگم چه برسه مسئله دیگر باش مواجه باشه، هیچ کدوم از اینا الزاماً به نفع اینقدر نیست که به ما اتهام وابستگیشو میزنن. ما از روی خیر مملکت خودمون اول به قضیه نگاه میکنیم. بنابراین بهتره که هر کسی بیاد در عمل این رو نشون بده. ما در عمل نشون خواهیم داشت. خوشبختانه رژیم جمهوری اسلامی خوب در عمل نشون داده که آیا واقعا اون ادعایی که داشته از روز اول در استقلال آزادی رو بیشتر تونسته در عمل به وجود آورده، یا کشور ما
از اون زمانی که این رژیم به وجود اومده از هر زمانی بیشتر در عمل استقلال خودشو از دست داده و کشورمون یا حراج میشه امروز در سطح جهانی و اصلا معلوم نیست چی ازش باقی بمونه اگه این وضع ادامه داشته باشه. اونم به قضاوت عموم قرار میدم، چون فکر کنم کشور ایران دارای مردمانی هستش که از نظر هوش و از نظر بررسی برخلاف آن چیزی که این رژیم تصور میکرد از روز اول که میگفت مردم صغیر هستن و محتاج یک قیم و کسی که میگفت اقتصاد مال خر است، ببینم که آیا همین حرف رو امروز خواهند زد یا نه، در صورتی که ما هرگز این باور رو نداشتیم. بنابراین بذارید انقدر اتهام بزنن تا به قول معروف زیر پاشون علف سبز بشه. ولی من فکر کنم مردم ایران و کسانی که دلسوزشون هستن حرف همدیگر رو میفهمند و در جستجوی آینده‌ای هستن که از شر این اتهام زنندگان که بیشترین لطمه رو به ایران زدن زودتر خلاص بشیم. من باکی از این اتهامات ندارم، چون وصله ایست که نخواهد چسبید، چون از روز اول رفتار من شفاف بوده، بیان من صادقانه بوده و هیچ وقتی هم نیومدم نظرات خودم رو تحمیل بکنم به کسی. همیشه گفتم این پیشنهاد من هست، انتخابش و ضمانت اجرایش با خود شما مردم ایران هست. اینو فقط در سطح خودم نمیگم، فکرم خیلی از ایرانیانی که با همین برخورد در صحنه هستن خیلی راحت میتونن راه همدیگر رو پیدا کنن و با همدیگر همکاری داشته باشن. و بدونیم که جمهوری اسلامی دقیقاً چون احساس خطر میکنه از چنین همبستگی، همیشه سعی کرده در این سالها نفاق و چند دستگی ایجاد کنه که اجازه نده چنین جبهه واحدی در موردش به وجود بیاد. در صورتی که در این مورد ببخشید عامیانه میگم کور خونده، ما دیگه تو این تله ها نخواهیم افتاد و میتونیم از این طریق یک نه بزرگی به این دسیسه ها و توطئه های رژیم بدیم و دست همدیگر رو تو هم بگذاریم و با هم پیش بریم تا این واقعا حکومتی که از روز اول نسبت به ایران و ملت ایران کوچکترین ارزش قائل نبود و خیلی بیشتر دلش به حال چه میدونم یه لبنانی یا یه فلسطینی میسوخت تا یک ایرانی، جواب اینها هم به موقع و به صورت صحیح خواهیم داد. منتها نه روی انتقام، نه روی اعدام، نه روی یک برخورد خشونت آمیز، بلکه به مفهوم متمدنانه. ما آلترناتیوی رو میخوایم بیانگرش باشیم که با شعار آشتی ملی و عفو عمومی و لغو همیشگی حکم اعدام میخوایم دور باطل انتقام جویی رو برای یک بار برای همیشه از بین ببریم. ما آینده رو جستجو میکنیم که هر کسی که برای این نظام گیر کرده راه آزاد شدنی رو برای خودش ببینه و نگرانی از این تغییر اوضاع نداشته باشه، که برخلاف این رژیم که تمام مسئولین دیروز رو اعدام میکرد، ما با کسی عنادی نداریم. ما میخوایم راه آشتی رو برای مملکتمون فراهم بکنیم که تا زودتر برسیم به سازندگی و بازسازی کشورمون. این اون روحیه است که امیدوارم در همیهنانم امروز بتونم جستجو بکنم و پیدا بکنم. من به عنوان یک ایرانی امیدوار هستم که به این درجه از آگاهی و پختگی و درک ضرورت رسیده باشیم که تو این دست اندازهایی که و این تله هایی که سر ماهون میذارن نیفتیم. عقلانی فکر بکنیم، فقط احساسی برخورد نکنیم به قضایا و این یک واقعا یک دیسیپلین مشترک و جمعی رو نیازمند هست. من اعتقاد دارم به خرد جمعی، من اعتراض دارم به هر اقدامی که بر مبنای یک کار گروهی و دست جمعی شده باشه، کارو بنم دیگه بتونیم تقسیم بکنیم و از این طریق برسیم به این نتیجه. دوران این که یکی بشه بالا دستور بده و فرمان بده گذشته، ما بس بتونیم با هم فکر کنیم، با هم راهکار ارائه بدیم و متحد در این راه پیش بریم. این راهی است که من همیشه تجویز کردم و از این بابت چون اعتقاد و پایه و اندیشه و هر نوع کاری که میکنم بر مبنای همکاری با همیهنانم هست، اگر اتهامی هست اتهامی است که به همه گیر ما برمیگرده، نه به هیچ کدوم از افراد خاص. بنابراین من این رو به عنوان یک مدال افتخار میبینم که هر جایی که با همیهنانم و تنها روی همیهنانم سرمایه گذاری میکنم، این اتهام رو به من بزنن. بنابراین از اون بابت من یه نفر نگرانی ندارم. بدانید که قلب من و اتکای من فقط و فقط رو نیروهای خودیست و به خاطر این هستش که با اتکا به نیروهای خودیست که خواهیم توانست هر کدوم ما در مقابل هر نوع دستاویزی که دیگران داشته باشن به کشور ما به خصوص خارجی ها به مفهوم واقعی داشته باشیم. و اینه راه حفظ استقلال و سربلندی کشورمون.
بگرنه جمهوری اسلامی از این شعارها زیاد داده و این در عمل کشور ما را از هر زمانی بیشتر متصل و وابسته کرده. نمونهش هم همه به روز میبینیم. به حال بیش از این نیازی نیست که من چیزی اضافه تر بگم. سپاسگزارم. مرسی. سپاسگزارم از شما. اتفاقا در همین فاصله داشتم به صحبت های شما فکر میکردم. میتونید شما موفق تر باشید از این نظر که بی واسطه بدون اون موقعیت های اشرافی و یا جایگاه هایی که دارید بی واسطه مستقیم سریع شفاف حتی اگر ضرورت پیدا کرد به زبان عامیانه خودتون رو بیان کنید. به نظر من سیاستمدارانی که این گونه بی واسطه حضور پیدا میکنن با مردم صحبت میکنن موفق تر هستن تا سیاستمدارانی که یک حاله بروکراتیک یک جایگاه قدسی برای خودشون ایجاد میکنن. تعجب است برای من که شما اینقدر ساده و روشن و شفاف و مستقیم و بیواسطه حرف میزنید بدون سانسور و براشفتم نمیشید از سوالات، ولی متاسفم از این که خیلی از این سیاسیون رو که من سراغ دارم خلاصه با تعمیدات بروکراتیک با حتی هوادارانشون صحبت میکنم. اما یک چیزی که برای من جالب هست بازم میخواستم بپرسم چون دائما مسئله برانگیزی هست. یکی آقای رضای پهلوی عنوان یک شهرونده و پدیده دیگه به نام شاهزاده رضای پهلوی عنوان یک موقعیت یا یک صفت یا یک نوع اشرافیت. تا اونجا که من میفهمم عنوان انسانی از طبقات پایین اجتماعی این نوع اشرافیت ها دیوار ایجاد میکنه بین کانون قدرت و اشرافیت با مردم و شما دچار یک مشکل هستید. درسته تو جامعه سنتی خانزاده بودن، شاهزاده بودن، آیت الله زاده بودن یا چیزهای از این دست یک موقعیت اجتماعی ایجاد میکنه، ولی در جامعه مدرن شهروند بودن این موقعیت رو ایجاد میکنه. این تناقض وجود داره و در بخشی این نگرانی رو وجود میاره که مفهوم شاهزاده یک نوع بازگشتگرایی به رژیم گذشته و یا بازگشت شاهنشاهی به ایران و مثال از این دست، با توجه به این که این افتخار برای رضا شاه هست که اولین کسی است که به اصطلاح سعی کرد این اشرافگرایی رو در ایران پاک کنه به مثابه موقعیت اجتماعی سیاسی و اقتصادی. الدوله، السلطنه، الفلان و البهمان رو حذف کرد، همه ایرانیان رو در موقعیت برابر اجتماعی قرار داد و صفت آقا و خانم رو برای اونها انتخاب کرد. خودش هم اسم جدیدی متناسب با اون شرایط تحول انتخاب کرد که رضای پهلوی بود. آیا خود شما که البته مخالفین سرسخت شما هم روی این مسئله خیلی انگشت میذارن که شما با پذیرش مفهوم شاهزاده یه نوع بازگشتگرایی رو تداعی میکنید، واقعا میخواستم بدونم احساس خود شما چی است؟ خودتون رو چجوری بیشتر تعریف میکنید؟ یعنی بیشتر چگونه دوست دارید با شما برخورد کنن تا اون با واسطگی رابطه قدرت و مردم، رهبر و مردم به بی واسطگی تبدیل بشه؟ مثلا میگم نمونه تاریخی ناپلئون کبیر، ناپلئون امپراتور آلمان،
بیشتر دوست داشت توی سپاهیانش به نام سرجوخ کوچولو گفته بشه و دوستش هم داشتن، تمام سپاهیانشون رو دوست داشتن، لفظ امپراتور رو به کار نمی برنن. این رابطه عاطفی عمیقی داشت با بدنه اجتماعی خودش. اما همین ناپلئون وقتی که اسیر انگلیسی ها شد در اون جزیره معروف زندانی شد، انگلیسی ها برای تحقیرش جنرال بهش میگفتن، امپراتور نمیگفتن و این ناراحت بود. یعنی در مقابل خارجی سعی میکرد لقب امپراتور رو به کار ببره، ولی با خودش و هممیهنان خودش اون سرباز یا سرجوخ کوچولو خوشحالش میکرد و بیواسطگی رابطه عاطفی بین فرماندهی و بدن اجتماعیش با سربازانش ایجاد میکرد. شما به اصطلاح بهتر نیست یا خودتون بهتر نمیبینید که یه رابطه عاطفی بین سیاستمدار و مردم ایجاد بشه؟ صدها مانعها، موقعیتها، اشرافیت و اینها در هم شکسته بشه، بخصوص در شرایط تأسیس قدرت جدید. نمونه تیپیک رضا شاه هست که به سادگی و خلاصه با مردم بودنش شهرت داشت، یکی از نقاط قوت او بود. این هم اگر به همون صراحت که صحبت کردی پاسخ بدی خوشحال میشم. تو هم بین که خواهش میکنم به اولاق هم توهین نکنید، اون چیزی که در مورد آقای خمینی به کار بردید، چرا که اولاق اگر یک بار پاش بره تو سوراخ دفعه دوم اون اشتباه رو نمی کنه. اولاق شناسی این رو نشون میده. ولی این سران جمهوری اسلامی ده بار پاش رفته تو سوراخ بازم همون کار تکرار میکنه. به همین دلیل من اینجور مواقع احساس میکنم توهین به اولاق شده. بفرما، میکی در اختیار شماست. این آقای رئیسی شاید برای بعضی از دوستان این مطالب تازگی داشته باشه، ولی فکر کنم برای اکثر دوستانمون که حرف منو سالهاست دنبال کردن و شنیدن نه تنها تازگی نداشته باشه، بلکه یک تأکید مجدد بر باورها و نقطه نظراتی است که لااقل من شخصا دارم. ببینید، من همیشه خودم رو به عنوان رضا پهلوی معرفی کردم، امروزم با ایدی سرباز وطن در میان شما هستم، نه با لقبی، نه با ادعا به هیچ مقامی، ولی به عنوان کسی که میخواد خدمتگزاره یک راهی باشه برای که ما زودتر برسیم برای آسودن مملکت. اما اگر دوستان محترممون از هر اندیشه که باشن به اساس دموکراسی معتقد باشن، بایستی به اساس آزادی اندیشه و بیان اجباراً معتقد باشن و به آزادی سلیقه و انتخاب افراد مختلف احترام بگذارن. کسانی که از نظام پادشاهی دفاع میکنن و معتقد بهش هستن و برای خیلی من رو به عنوان به اصطلاح وارث اون نهاد تلقی میکنن و به اون عنوان خطاب میکنن، این حق مسلم اونهاست. به همون اندازه که کسانی که جمهوری خواه هستن و اعتقاد به نظام پادشاهی ندارن خب به دید دیگری نگاه میکنن. بنده نمیتونم به جمهوری خواه تأکید بکنم که من رو پادشاه خطاب نکنید، به همون اندازه که نمیتونم به یک مشروط خواه بگم شما این حق رو ندارید من رو به عنوان کاندیدای مقام در نظر بگیرید. اما حرف من امروز به همگی شما، چه جمهوری خواه باشید چه مشروط خواه باشید، این هست که اول آزادی خواه باشید، اول طرفدار دموکراسی باشید، اول طرفدار حق بیان و آزادی اندیشه هر شهروند دیگر خودتون باشید و به همون اندازه و شاید بیشتر از هم فکر خودتون از حق مخالف خودتون دفاع بکنید، چون یه روزی محتاج دفاع مخالف خودتون از حق خودتون خواهیم بود. آیا ما این درس رو یاد گرفتیم یا نگرفتیم؟ اول این جواب رو به من بدید به عنوان هممیهن من، بعد نگران این باشید که من برای خودم ادعایی فراتر از یک شهروند دلسوز و خدمتگزار مملکت هستم. اگر این جواب رو به من بدید فکر کنم که حرف همدیگر رو بهتر خواهیم فهمید. به هر حال من همیشه حرف خودم رو خیلی شفاف بیان کردم و مگر یه عده برخورد واقعا بر مبنای عقده یا دشمنی داشته باشن، اگه با فکر باز به قضیه نگاه بکنن این مسئله براشون حله.
و من هیچ ادعای خاصی برای خودم نداشتم به غیر از اینکه در این مرحله بگم من فقط در جهت این کار میکنم که زودتر برسیم به اینکه شرایطی در کشورمون داشته باشیم که بتوانیم انتخابات به مفهوم واقعی آزاد ترتیب بدیم که مردم ایران بتونن برن پای صندوق رای، بتونن برن نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب بکنن، بتونن مجلس مؤسسانی رو انتخاب بکنن که بتونه قانون اساسی آینده کشور رو در نظر بگیره، شکل نظام نهایی رو به بحث بگذاره، رفراندومی داشته باشیم که نهایتاً این رو انتخاب بکنه، همش بر مبانی دموکراتیک. و این کار رو همگی بس با هم انجام بدیم. خانه‌ای که نداریم رو اول بسازیم، بعد بیام سر رنگ کاغذیاری و موکتش دعوا بکنیم. ما هنوز خونه نداشته داریم دعوا سر مبلمانش میکنیم و کی قراره آشپز بشه و کی قراره نمیدونم کار دیگه. اول بریم اون خانه رو بسازیم، بعد این حرفا رو بزنیم در تقدم خودش. اون موقع بله رأی هر کدوم ما محفوظ، رأی خودمون هم اون زمان خواهیم داد. بحث ما امروز یه خط قرمز بیشتر نداریم. خط قرمز بین مشروطه خواه و جمهوری خواه نیست، بین چپ و راست نیست، بین آزادی خواهان طرفدار یک نظام سکولار دموکراتیک هست با کسانی که همچنان خواهان ادامه حکومت مذهبی هستند. به نظر من غیر از این خط دیگری نیست این وسط. حالا یا ما با اونایی هستیم که طرفدار نظام مذهبی هستند، یا با اونایی که طرفدار نظام دموکراتیک هستند. من تو جبهه دوم هستم، نه در جبهه اول. هر کیم با من در این جبهه دوم هست، دستش هم میبوسم، پاش هم میبوسم. تمام. سپاسگزارم. در صورت نگران نباشید آقای پهلوی، این کلماتی که به کار میبرید به حساب ضعف شما انسان‌های خردمند نخواهند گذاشت، بلکه به حساب فروتنی شما خواهند گذاشت. انسان هر چقدر پربارتر باشه، درخت هر چقدر پربارتر باشه، فروتن‌تر میشه، افتاده‌تر میشه. در صورت برای این سوالا تر میشه، چون امروز مخاطبین متفاوت هم داری. در صورت بسیاری از دوستان چپ در اتاق هستن، الان تقریبا 3-4 اتاق علاوه بر این بیش از 1000 نفر مستقیم در فالتاک صحبتهای شما رو گوش میدن و طبیعتا باستاب وسیع تر و گسترده تری هم داره. در همین راستا مسئله آینده رو مطرح کردید. همونطور که مطالعات شما به اصطلاح کفاف میده و مطمئن هستم آشنا هستید، دو نظر در مورد تحولات و انقلابات هست که توکوویل و هان آرنت این رو توریزه کرده. این که انقلاب دو نوع هست، انقلابی که میورش آزادی است، انقلابی که میورش عدالت است. انقلاب انگلیس و آمریکا میورش آزادی بود و انقلاب فرانسه و یا روسیه میورش عدالت. به این معنا نیست که وقتی میور یک انقلاب آزادی باشه به عدالت توجه نمی کنه، بلکه مرکز سقل است. یا انقلابی که به عدالت توجه می کنه مرکز سقلش عدالت است و آزادی توجه نباید بکنه. انقلاب مشروطیت انقلاب آزادی بود، نهادسازی کرد، قانون سعی کرد بیاره. انقلاب اون چیزی که به نام انقلاب بهمن شهرت داره با شعار عدالت اومد، انقلاب مستضعفین. البته تا جامعه بفهمه که منظور از مستضعف استضعاف اقتصادی نیست، بلکه استضعاف فکری هست و مراد و مقصود ملایان استضعاف فکری جامعه است. همون نکته که شما اشاره کردید بهش که آنها نگاهشون به مردم ایران این است که عقل ندارن و در نتیجه احتیاج به قیم دارن و ولایت مطلقه هم چیزی جز قیمومیت ولی فقیه بر ملت نادان نیست. از نگاه آخوندها دارم میگم. شما در صحبتاتون مطرح کردید که در آینده اگر جامعه چگونه تصمیم بگیره، سوال من با این مقدمه چینی این هست که اگر جامعه در آینده تصمیم گرفت که جمهوری دموکراتیک، جمهوری که محورش
آزادی هست و مرکز ثقلش آزادی هست رو پیش ببره و شما نتونستید مردم رو متقاعد کنید که به استمرار سلطنت رای بدن، آیا با جمهوری همکاری خواهید کرد؟ آیا حزبی خواهید ساخت که در جهت نهادینه کردن آزادی حرکت کنه و نیروهای اجتماعی شما در این راستا، نیروهای فکری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی شما این کارو خواهد کرد یا نه؟ تو هم به این که اول صحبتم عرض کردم که بی‌اعتمادی و کم اعتمادی به سیاسیون به دلیل همین رویدادهای 30 و چند ساله آسیب دیده. آقای خمینی در پاریس در مقام یک عارف خودش رو نشون میداد، ولی وقتی که به قدرت رسید در مقام یک ظالم تمام عیاری که تاریخ ایران به خود ندیده به اصطلاح ایفای نقش کرد. یعنی چی؟ یعنی حاکمان در زمان معزولی همه چون شبلی و بایزید شوند، لیک در چون مستر عمل افتند همه چون شمر و چون یزید شوند و به همه درم اعتمادها فرو پاشیده و این صحبت ها در جهت ترمیم اعتماد هاست. گفتار و پندار و کردار سیاستمدار باید با هم همخوانی داشته باشه. در این راستا نظر شما چیست؟ چگونه میشه بر این مجموعه ها غلبه کرد و اعتماد کرد به صحبت شما و دوستانی مثل شما؟ بفرمایید، میک در اختیار شماست. سپاسگزارم آقای رئیسی. ببینید، من نقطه نظرات خودم رو بیان میکنم، نتیجه گیری و استنتاج رو به اصطلاح عهده همیهنانم واگذار میکنم. اولا در بحث بزرگش، ببینید، بنده خونم آغشته به یک نهاد که نیست. پدر بزرگ من، فراموش نکنیم، میخواست در کشورمون یک جمهوری اعلام بکنه شبیه آنچه که آتاتورک در ترکیه کرد. حالا به هر دلیلی اون زمان انتخابات به جهتی رفتش که پدر بزرگم رو منصرف کردن از تشکیل یک جمهوری به شکل آنچه که در ترکیه آتاتورک انجام داد و وادارش کردن که قبول کنه که به عنوان پادشاه بعدی ایران بشه و سلسله جدید رو تشکیل بده. اون رو دیگه مردم. بنده به عنوان یک ایرانی بیشتر از این که یک مشروطه خواه باشم یا یه جمهوری خواه باشم هیچ کدوم بیشتر یا کمتر نیست، برای که جمهوریت رو به مفهومی که جستجو میکنیم به عنوان حکومت بر مردم من بهش اعتقاد دارم، به عنوان یک سیستمی که حاکمیت به دست مردم هست. شکل نظام بنابراین یک فرمه، ولی محتوا الزاماً نیست. در هر دو فرمش هم میتوان به دموکراسی رسید. نمودارش هم الان در سطح بین‌المللی میبینیم. تفاوتی که بین ژاپن و کره هست زیاد نیست، تفاوتی که بین اسپانیا و پرتغال هست زیاد نیست، تفاوتی که بین فرانسه و یا انگلیس هست اونقدر زیاد نیست، تفاوتی که بین هلند و آلمان هست اونقدر زیاد نیست، تفاوتی که بین فنلاند و فرض بکنید سوئد هست اونقدر زیاد نیست، تفاوتی که بین کانادا و امریکا هستش اونقدر زیاد نیست. در صورتی که دو شکل نظام متفاوت رو، یکی در فرم جمهوری می‌بینیم، یکی در فرم پادشاهی. حال از من میپرسید که آیا به رأی اکثریت مردم ایران احترام خواهم گذاشت؟ خب معلومه که میذارم. اگر اکثریت مردم ایران بیان و نظام جمهوری رو ترجیح بدن به نظام پادشاهی، مسلمه که من بهش احترام میذارم و خدمت به اون مملکت به همون اندازه خواهم کرد که اگر شکل نظام از لوی پادشاهیش باشه. اما انگیزه خود من چیست؟ دغدغه من دغدغه حکومت اصلا نیست، به خاطر که من به زیربنای کشور اهمیت میدم. اداره امور به روز مملکت یک کار اجرایی و مسئول به اداری رو جستجو میکنه. دولت ها میان تشکیل میشن، احزاب مختلف رقابت میکنن، یه روز یه حزب سوسیالیست ممکنه اکثریت آرا رو بیاره، یه روز ممکنه حزب محافظه‌کار رای بیاره. این رو در هر دو موردش هم میبینیم، یه روز سوسیالیست ها تو اسپانیا برنده، یه روز دست راستی ها تو فرانسه برنده هستن و همینطور الی آخر. فردام اگر شما میپرسید نظام جمهوری بشه، من دنبال تشکیل هیچ حزب و تشکلی نخواهم بود. بتونم میگم چرا آقای رئیسی.
برای اینکه من اصولا میخوام یک استقلال فکری کامل داشته باشم، نمیخوام مدافع یک تز خاص اقتصادی یا سیاسی باشم، بلکه میخوام بتونم حرفم آزادانه با هر شهروند دیگر کشور داشته باشم به فرم آزادش. به محصی که آدم از یک دریچه موضع‌گیری خاصی از نظر یک برنامه خاص سیاسی یا اقتصادی بشه، اجبارا شما یه شکاف به وجود میارید و مجبورید از یک تز خاص دفاع بکنید. من میخوام از اصل دموکراسی شدن مملکت در اون مورد کمک بکنم. مثلا فرض بکنید آزادی مطبوعات، مثلا فرض بکنید آزادی تشکیل سندیکاها، حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق اقوام و هم مسائلی که باستی خیلی فراتر از یک ساختار حکومتی یا دولتی در نهادین و شدن دموکراسی در کشوری مثل ما بهش کمک بشه. وگرنه اداره بروز مملکت اصلا دغدغه من نیست. یه ده بیان حالا چه رئیس جمهور بشن، چه نخست وزیر بشن، تشکیل دولت بدن، مملکت رو اداره بکنن، اصلا دغدغه من اون نیست. ولی من مطمئن میخوام بشم که آن چیزی که در عصر مشروطیت ولی در ادامهش بهش توجه نشد و آن چیزی که از دوران انقلاب جمهوری اسلامی تا به امروز بهش به هیچ عنوان توجه نشد، فردا بهش توجه بشه. اون دغدغه واقعی من، نه تشکیل دولت و حکومت. اون رو میسپارم به مدیران و مسئولین، حالا چه در نظام پادشاهی باشه که پادشاه هیچ مسئولیت قانونی برای دخالت در امور سیاسی نباید داشته باشه و تنها در اون فرمش میتونه متصور باشه در کشور ما، یا به فرم جمهوریش. من میگم دوستان الان بحث ما بحث جمهوری پادشاهی نیست، الان بحث ما مسئله آزادی و حقوق بشره. اول به اون برسیم، محتوای درستی پایه‌ریزی بکنیم. 98% محتوای نظام آینده کشور چه در فرم پادشاهیش و چه در فرم جمهوریش به نظر من همون خواهد بود. تنها تفاوت کوچیک این بود که انتخابات در انتخاب نخست وزیر باشه در یک نظام پادشاهی یا در انتخاب رئیس جمهور و یا یک نخست وزیر، بستگی داره به کدوم فرم جمهوری در کشور ما شکل بگیره. از نوع امریکاش باشه، از نوع فرانسهش باشه، فدراتیو باشه، به شکل آلمانش باشه، به چه شکل، اینا تمام بحثایی است که بایستی رجوع داد به آرای عمومی، به بحثی که در سطح مجلس مؤسسان خواهد شد. میگم از حالا نمیشه تعیین تکلیف برای هیچ کسی کرد. ما باید از یک روند دموکراتیک استقبال بکنیم و احترام به یک پروسس دموکراتیک بگذاریم، اما هوشیار باشیم که سر هیچ کسی این وسط بی‌کلا نمونه. همه بتونن شرکت داشته باشن، همه بتونن حضور داشته باشن و همه چیز به دست و ضمانت اجرامیش با خود جامعه خواهد بود، نه با یک فرد، نه با یک گروه، با یک تشکل. و اون ذریب اطمینانی که شما از من میخوان یک جواب خیلی ساده بگم، هیچ فردی، چه بنده چه هیچ کسی، نمیتونه بگه تضمین میتونیم بدیم که اونطور خواهد شد. این تضمین بایستی ضوابطی رو در جامعه داشته باشیم که اهرم‌های تضمین هست، اهرم‌هایی که جلوگیری میکنه از انحراف یک مسیر دموکراتیک، جلوگیری میکنه از تمرکز قدرت به دست یه عده‌ای، جلوگیری میکنه از که سوء استفاده از موقعیت قدرتشون بکنن، در نبود احزاب سیاسی، در نبود مطبوعات آزاد، در نبود این گونه اهرم هاستش که انحراف پیدا میشه از دموکراسی. اخلاق جامعه، فرهنگ سیاسی اون جامعه هستش که تضمین کننده نهایی است. اگه شما فرهنگ سیاسی درست داشته باشی، چه در فرم جمهوریش چه در فرم پادشاهیش به دیکتاتوری میرسید. اینو در تاریخ دیدیم. بنابراین شکل نظام تضمین کننده نتیجه دموکراتیک اصلا نیست، بلکه اون خصلت جامعه است و اهرم ها و تشکل هایی که در اون کشورها باز باشه. و این دو چپ و راست، جمهوری خواه و مشروطه خواه، امروز وظیفه دارن کمک کنن در ایجادش، خیلی بیشتر از این که بخوان اختلاف سلیقه هاشون رو امروز در صحنه به چالش بگذارن. اون رقابت یه رقابت حزبی است. فردا که شکل نظام مشخص شد، بیشتر رقابت‌ها حزبی خواهد بود در تشکیل دولت برای اجرای برنامه اقتصادی سیاسی. مگه غیر از این هست در دنیای دموکراتیک؟ فردا که شکل نظام مشخص شد که دعوا سر نیست که یا پادشاه داریم یا رئیس جمهور، بلکه عضو کدوم حزب هستی و از چه دیدگاه و نظر سیاسی و از چه تز و برنامه اقتصادی دفاع میکنیم. سوسیالیستیم، وسطیم، دست راستی هستیم. این واقعیت. دعوای اصلیمون شکل نظام نیست، دعوا ما این هستش که فردا در یک تحزب واقعی بتونیم رقابت‌های خودمون خورده اندیشه‌ای باعث بشه که به فکر واقعی بیفتیم و ببینیم چی میشه. بعضی وقتا چپ جلو میفته، بعضی وقتا راست جلو میفته. به همون اندازه محتاج راست هستیم که محتاج چپ هستیم. شما اشاره کردید به عدالت اجتماعی. این بزرگترین رسالتی است که چپ به دنیا عرضه کرده.
بدون بودن چپ این وسط این ارزش ها از بین میره. از اون طرف اگه صحبت از اقتصاد آزاد نشه، نمیتونیم فقط از یک دیدگاه صرفا دوگماتیک عصر بولشویکی به قضا نگاه بکنیم. اون دنیا هم عوض شده. اینا واقعیت های جهانی است که من تعریف میکنم، از خودم در نمیارم. این رو دیگه به وضوح همه جای دنیا میبینیم. مهم این هست که ما تضمین این آزادی و حق انتخاب رو در کشور خودمون نهادینه بکنیم و قوانینی داشته باشیم و از همه مهمتر یک دادگستری مستقل و قوی داشته باشیم که خارج از مقننه و خارج از قضیه بتونه اجرای قانون اساسی رو تضمین بکنه در کشورمون. این اهرم ها رو بس بیایم تقویت بکنیم. این دیگه فقط دغدغه راست یا فقط دغدغه چپ نیست، دغدغه هر ایرانی آزادی خواهی باز باشه به نظر من. این هاست نکات مشترکی همه درش نف هستیم، هممون درش نف داریم، هممون برنده هستیم اگه این مسئله جا بیفته. در وانگهی برای که یک بار برای همیشه تکلیف خودم رو نسبت به این بحث جمهوری پادشاهی روشن کنم، خود من گفتم آقای رئیسی، بازم تکرار میکنم، اگه در آینده اکثریت مردم ایران به یک نظام جمهوری رای بدن و به 90% خواسته خودم به عنوان ایرانی آزادی خواه رسیدم و برد جمهوری رو به عنوان باخت تلقی نمیکنم، به عنوان یک انتخاب آزاد کشوری میکنم که انتخاب خودشو در اکثریت بیان کرده، تموم شد و رفت. و امیدوار هستم که دوستانی که از جناح جمهوری خواه به قضیه برخورد میکنن، اگر اکثریت جامعه نهایتا به شکل نظام به فرم پادشاهی پارلمانی رای دادن، قهر نکنن بگن که ما به این رای به اکثریت احترام نخواهیم گذاشت. دو طرف از قضیه، یه طرفه که نیست دیگه. نمیدونم، من چرخو از دو اختراع نمیکنم، من فکر کنم یه مقدار واضحات رو بیان میکنم، منتها شاید در تدقیقش یا در تاکیدش کمکی شده باشه به این روشنگری و شفافیت که جستجو میکنی. ببخشید یه ذره زیادی پرحرفی کردم، سپاس. سپاس گذارم. نه، پرحرفی نکردید و تکرار هم لازم هست، چون آقای پهلوی متاسفانه انسان‌های ما داریم در سطح حتی روشن فکران که خودشون رو به خواب زدن، بیدارم نمیشن، ای تکون میدیم. یک نمونهش همین چند روز پیش که اطلاع پیدا کردن، شما احتمالا تشریف میریم به اتاق انجمن سخن، مقاله یکی از این فعالین دهه 40-50 و بعد از انقلاب نوشته که شما را از شرکت در سیاست معروف کرده، گفت از به شما توصیه کرده که در سیاست شرکت نکنید. من بیاد خوکی لوی 14 افتادم. این فکر کنم چون تو فرانسه هم هست، احتمالا احساس کرده لوی 14 است که گفت من ملت هستم و از مقام ملت میخواد تعیین تکلیف بکنم برای هر کس و من جمله شما یا بنده که سیاست شرکت بکنیم و نکنیم. لازم است تکرار اتفاقا تو جامعه ما بخصوص. اما در همین رابطه یکی از کارهای مثبت و خوبی که شما انجام دادید مسئله محاکمه دیکتاتور است. در همین راستا در داخل کشور هم اگر به محتوای بسیاری از نامه‌های سرگشاده از درون زندان و بیرون زندان توجه بکنید، میبینید که کیفرخواستی است بر علی ولی فقیه. در میان خود حکومتیان یا بخشی از حکومتیان که مغضوب واقع شدند، آقای ولی فقیه بر پایه قانون اساسی خودشان دو صفت اساسی رو از دست داده، برای ما که سالهاست از دست داده، ولی برای خود اونها میگم، یکی صفت عادل بودن و دیگری صفت عاقل بودن. آقای خامنه نه عادل هست نه عاقل هست و به همین دلیلم در طی سالهای متمادی به ویژه سالهای اخیر دست به جنایتهای هولناکی زده که حتی پایمال کننده خود همین قانون اساسی است که بر پایه فقه و شریعت تدوین شده. و شما هم به درستی با توجه به رویدادهای داخل کشور و رویدادهای منطقه‌ای که عملا
دیکتاتورها رو به زیر میکشند یا به محاکمه میکشند، چین مسئله رو ترک کردید که خواست ملیستی. چه انتظاری از نیروهای سیاسی، حقوقدانها و کلن فعالین سیاسی دارید؟ آیا به نظر شما اهمیت موضوع رو گروه های سیاسی درک کردن با توجه به اون پیش زمینه که در ابتدای سخن در اتاق انجمن سخن گفته شد، اوضاع کشورم به شدت بحرانی است، و در همین راستا به دنبال این آیا به سیاست آشتی ملی اعتقاد دارید؟ و این که برای حل این موزل، یعنی پدیده‌ای که واقعا مثل اختاپوس بر ملت ایران به اصطلاح چنگ انداخته و داره خفه میکنه، در صورت ضرورت برای جلوگیری از جنگ و بحران گسترده و خطرات عظیمی که کشور را تهدید میکنه، آیا حاضر هستید در صورت ضرورت و اضطرار با آقای کهروبی، آقای موسوی و یا نیروهای مختلف دیگه برای تحقق این امر دست دوستی دراز کنی و این مسئله رو به پیش ببری؟ آیا چنین ظرفیتی در اونا میبینی؟ آیا حاضر هستید با گروه های شناخته شده، نه کلی با آن اعضاب شناخته شده، تاریخ دار، هویت دار، از حزب توده ایران گرفته تا سازمان اکثریت، تا مجاهدین، تا حزب دموکرات کردستان، کومله، اینا در صورت گروه ها و اعضاب شناسنامه دار هستند، در راستای تحقق اتحاد و تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری پیش بری؟ آیا اقدام مشخصی در این زمینه کردی؟ آیا نامه های بینها فرستادی؟ به لحاظ سند تاریخی بمانه که شما اقدامتون رو کردید، به این گروه ها اعضا با نام نشان نامه فرستادید، حتی نامه سرگشاده دادید، تا ملت ایران بدانند حداقل چه کسانی مانع اصلی نزدیک شدن به اتحادها هستند. در این زمینه هم اگر جنبه عملی و اجرایی داره نظرتون رو بشنویم بسیار سپاسگزاریم. یا بهتره بگم معیاری دارید شما برای اینکه چه کسانی در جبهه واحد ضد دیکتاتوری قرار بگیرن که گام حقوقی این مطلب را خود شما برداشتید و یه گام حقوقی مهمی هم هست، جنبه سیاسی اتحادا و جنبه حقوقیش و الاخر. چه انتظاری از گروه های سیاسی دارید؟ چه انتظاری از حقوقدان های کشور دارید؟ آیا حقوقدان های کشور هم اهمیت این مسئله رو درک کردن؟ گروه های سیاسی هم اهمیت این مسئله رو درک کردن؟ و چه مانعی وجود داره؟ در صورت سپاسگزارم از شما، میک در اختیار شماست. سپاسگزارم. اجازه بدید این سوال رو در دو بخش بهش اشاره بکنم. بخش اول که مربوط به این شکایت نامه هستش و از این فرصت استفاده بکنم برای اینکه دوستان رو به اصطلاح یک گزارشی از آخرین مراحل این کار جهت اطلاعشون در میون بگذارم و بعد به بقیه اون سوال بپردازم. عشبت که وقتی که من به فکر این مسئله افتادم، البته این رو بگم ابتدا به ساکن که این نوع ابتکارات و کارها بار اولی نبود که در جهت شکایت بر علیه نظام جمهوری اسلامی اقدامی از نظر قانونی یا حقوقی انجام نشده باشه. مسئله روش و متدولوژی است که میتونه کاربرد واقعی امروز داشته باشه با استفاده از وسایل موجود که دیروز نبود. مثلا زمانی که قاسملو یا بختیار رو ترور کردن، این دادگاه کیفری بین‌المللی مثلا وجود نداشت که میتوانستیم از اون طریق اقدام بکنیم برای شکایت. اما وقتی که این ایده مطرح شد، این رو به صورت شفاف و باز برای اینکه دوستانمون در داخل و خارج بتونن روش نظر بدن، به مدت بیش از 2 ماه برای کارنماهای موجود بود به عنوان یک فایل، در بالاترین هم این مطرح شده بود. من در طریق وبلاگ خودم هم این رو عنوان کردم و اتفاقا بسیار زیاد با استقبال روبرو شد، به خصوص از خیلی از فعالین حقوق بشر در داخل مملکت و حقوقدانان و وکلای مدافع فرض بکنید زندانیان سیاسی و این تیپ
آدم ها و بیش از 3500 تا کامنت متعدد از داخل داشتیم و این زمینه شد برای همکاری بین متخصصینی که روی این پرونده بیشتر کار بکنن. و پس از این کنفرانس مطبوعاتی که من حدود یک ماه پیش در پاریس داشتم، امروز به اون مرحله هستیم که این شکایتنامه تکمیل شده، بررسی به مفهوم تخصصی حقوقی شده، حدود 50 صفحه گزارش کامل موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران آمده، اتهام جنایت بر علیه بشریت هستش، نه الزاما فقط نقض حقوق بشر، چون مسئله نقض حقوق بشر میتونه خیلی فراتر از این بشه که فرض کنید یه عده رو زندانی بکنن یا شکنجه بدن یا اعدام بکنن. نه، جلوگیری از یک فرصت برای تحصیل یا برای اشتغال یا برای حضور داشتن به خاطر ایجاد یک تبعیض، به خاطر جنسیت، به خاطر یک باور مذهبی، به خاطر یه تعلق به یک، تمام اینها فرصت هایی است که اسمش رو بس بگذاریم جنایت بر علیه بشریت، که در کشور ما به شکل سیستماتیک و عملا به عنوان یک سیاست حکومتی که در رأسش هم آقای خامنه‌ای قرار داره به اون شکل عنوان میشه. منتها از جایی که ایران امضا کننده اون به اصطلاح استاتوس روم نیستش، ما ناچار نمیتونیم در جایی که نمیتونیم مستقیما به دادگاه کیفری بین المللی مراجعه بکنیم، از طریق شورای امنیت سازمان ملل هست که این کار رو میتوان انجام داد، که اون وقت رجوع داده بشه به دادگاه کیفری بین المللی. قصد من از این کار چند چیز بود، از همه مهمتر نهادینه کردن این بحث که مسئله محوری برای ما مردم ایران مسئله نبودن آزادی و نقض حقوق بشر هست. خیلی مهمتر از فرض کنید پرونده هسته‌ای ایران که بیشتر دغدغه کشورهای خارجی علل خصوص فرض کنید امریکا و یا اسرائیل هستش، در صورتی که من معتقدم که اگه ایران برسه به دموکراسی واقعی، نه تنها این مشکل حل میشه بلکه مسئله اتمی هم حل میشه به خودی خود. بنابراین مسئله محوریت دادن به این بحث بود که از یک لحاظی نشون خواهد داد که دنیا متوجه انتظار مردم ایران هست، خیلی فراتر از رتوریک ها عمل میکنه. مثل دو تابستون دو سال پیش نیستش که جنبش سبز که شروع بشه یه فرصت طلایی رو دنیا پیدا کرده بود که حمایت واقعی ازش نشون بده برای خواست مردم، و در واقع این وسط یه عده زیادی به کشتن رفتن و دنیا در واقع اینو عقب نشینی کرد به خاطر اصرار بر همچنان مذاکره کردن با نظام جمهوری اسلامی و اتلاف وقت بیشتر. در هر حال، حالا مسئله خیلی زیاده، من نمیخوام مسئله بیش از پیش دیگه‌اش رو اشاره کنم، به اصل قضیه بپردازم. محوریت دادن به این بحث نقض حقوق بشر بود که جای خود دارد، اما پارالل با این مسئله قطعاً میمونه که ما چگونه میتونیم یک بدیلی رو، یک آلترناتیوی رو، یک جنبشی رو، یک نهضتی رو در صحنه فراهم بکنیم که یک معرف و دنبال روی خواست درون کشور هست از تمام نیروهای مبارز سیاسی و فعالینی که در داخل ایران هستند، و اعتبار و به اصطلاح پای خودش رو بر اساس اون پشتیبانی و اون نظر دوستان داشته باشه، و ایرانیان برون مرزی در حمایت این برنامه در پشتیبانی از به اصطلاح مبارزین داخل کشور بتونن در تشکیل یک شورای ملی قدم بردارن، جا برای تمام جریانات سیاسی که به یک سری اصول به اصطلاح محوری و حداقل اصول توافقی میتونن روی اون توافق داشته باشن و همکاری سیاسی بکنن، به توافقی برسن در تشکیل این کنگره. در این رابطه من شاهد مستقیم این هستم که این بحثا بسیار شده با بسیاری از جریاناتی که شما اسم بردید و ذکر کردید، این ارتباطات با اونها بوده، این تبادل نظرها و این مذاکرات بوده. دقت بکنید، بنده خودم رو اینجا به عنوان یک دعوت کننده معرفی نمی کنم، بلکه حامی جریاناتی که به جای موازی سازی دارن سعی میکنن امروز این مسائل رو ادغام بکنن در رسیدن به یک دعوت عام برای شرکت در یک شورای که میتونه مرکزیتی بده به تمام جریانات که بر اساس اون بشه یک تقسیم کاری کرد برای حمایت از یک مبارزه نافرمانی مدنی در داخل کشور، البته بر مبنای عدم خشونت.
چون من غیر از این سناریو دیگری رو نمیبینم که بتونم لااقل باهاش همراهی داشته باشم و یا هزینه گرانتری رو برای کشور ما نداشته باشه. تمام اینها با این هدف هستش که گزینه‌ای به غیر از گزینه خطر مواجهه نظامی با کشورمون باشه و برای جلوگیری از جنگ، برای جلوگیری از حمله نظامی به کشورمون راهی رو باز کنیم که هم اونایی که در سیستم گیر کردن راه فرار داشته باشن و بتونن ملحق بشن به این بدیل، حالا چه نیروهای انتظامی موجود ایران، چه کادرهای سیویل دولتی این وضعیت و تمام جریانات به اصطلاح اصلاح طلب دیروز که به این نتیجه رسیدن که واقعا دیگه فایده نداره و باعث فراتر از این رژیم پیش رفت، چون این رژیم اصلاح پذیر نیست. بنابراین من شخصا دست همکاری به هر کسی که امروز بر این باور و با این عقیده هستش که در اون جهت پیش بریم مسلما خواهم داد، ولی شرایط قبول اون اصول پایه و مرکزی است که همه رو میتونه بر اساس یک توافق بیاره. من خیلی صراحتا بهتون بگم، من در اون جناحی که تعریف کردم گفتم اون جناح و جبهه به اصطلاح سکولار هستش به عنوان یک آلترناتیو دموکراتیک سکولار به یک حکومت مذهبی. من نمیتونم دست همکاری به کسانی که همچنان طرفدار یک شکل نظام مذهبی هستند یا در قالب قانون اساسی این نظام فکر میکنن باشون همکاری سیاسی داشته باشم، نمیتونم داشته باشم، چون اصلا جور نمیاد با این تفکر. نمیشه پای آدم یه پای آدم این وره مرز باشه یه پای آدم اون وره مرز، یا تو اون دسته هستیم یا تو این دسته. اما با هر کسی که در این وره خط قرار میگیره در چپه آلترناتیو سکولار دموکراتیک، از تمام جریانات سیاسی موجود با تمام تفکرهایی که درشون هست 100% با اونها همکاری خواهم داشت و دست همکاری خودم رو در اختیارشون خواهم گذاشت برای ایجاد یک جبهه وسیع، واقعا پلورالیست به مفهوم اخص کلمه، اما مشخص در یک هدف واحد و اونم گذر از این نظام هستش، رسیدن به آینده دموکراتیک، اتکا به صندوق رای به عنوان میزان تصمیم گیر آینده کشور به دست خود مردم ایران و باز کردن در برای پایان دادن به انتقام‌جویی و خشونت و انتقام بر مبنای آشتی ملی، بر مبنای عفو عمومی، بر مبنای لغو حکم اقدام یک بار همیشه در مملکتمون. و این خواسته است که امیدوارم اکثریت جامعه پذیراش باشه، مدافعش باشه، بلکه ما بتونیم از این مخمصه نجات پیدا بکنیم. برای که هر پاسدار و هر بسیجی که تحت لوا این رژیم دستور گرفته که سرکوب بکنه فردا مؤاخذه نشه، یه آینده برای خودش در آینده ایران ببینه. من نمیگم عدالت رعایت نشه، من نمیگم مردم حق شکایت ندارن، ولی یه گذشته بزرگی برای بهبودی جامعه لازم هست. ما بسی بتونیم در این مرحله این دور باطل خشونت و انتقام جویی رو ببندیم، نمیگم فراموش کنیم، ولی باید بخشید و رفت جلو، بخشید در حد این که کمک بکنه به ترمیم این زخمها که برسیم به مرحله سازندگی و نرفتیم توی یک دور چندین ساله انتقام جویی و حساب پس دادن. بایستی این رو با مفهوم یک خواسته کلکتیو پیش ببریم و این بزرگی و این شهامت و این جسارت رو از خودمون نشون بدیم که ما میتونیم همدیگر رو ببخشیم به خاطر آینده بهتر، به خاطر یک زندگی با رفاه بیشتر، برای امنیتی که جامعه نیازمندش هست، برای تضمینی که جامعه نیازمندش هست، برای آزادی که امروز جامعه ما نیازمندش هست، برای حق هر ایرانی، میخواد کرد باشه یا بلوچ باشه، میخواد آذری باشه یا عرب باشه، میخواد نمیدونم چپ باشه یا راست باشه، میخواد مسیحی باشه یا کلیمی باشه یا مسلمون باشه یا بهایی باشه یا بیدین باشه، ما یعنی رو باید بتونیم بهش برسیم. و اینجاست که میگم در راستای یک برنامه‌ای که بر مبنای حقوق بشر این رو نهادینه بکنه در سطح بین‌المللی در جهت تقویت تمام اهرم‌های کمک کننده به اینکه فشار رو از درون روی نظام بتونیم بیاریم، از طریق حرکت‌های مدنی جامعه بتونیم سر و سامانی بهش بدیم، هماهنگی بیشتری بهش بدیم و یک تقسیم کار واقعی بین تمام جریانات و احزابی که در این جبهه واحد میتونن قرار بگیرن با حفظ سازمان و تشکل خودشون، مطابق همکاری واقعی و صمیمانه بر مبنای سری تفاهم‌ها سر اصول کلیدی که همه رو به هم وصل می‌کنه. این پیشنهاد عملیست که در این صحنه مدت هاست که دنبالش بودم، امروز روش بیشتر تاکید میکنم و در جواب مستقیم به تقاضای بسیاری از همیهنانم علاوه خصوص از داخل مملکت که خیلی بیشتر یک نقش پررنگتری رو از من در این مورد و در این زمان جستجو میکنن،
در جواب و در پاسخ اون این کار رو انجام میدم. باز هم میگم من که دوستان کاملا برای تو مشخص باشه، من هرگز ادعای رهبری هیچ جریان یا گروه یا مردم ایران رو نمی کنم. من همیشه به عنوان رضا پهلوی به شما پیشنهاد خودم و راه خودم رو نشون دادم. اون روزی که به من این حق رو بدید یا این به اصطلاح انتخاب رو بکنید که به عنوان سخنگو، به عنوان معرف، به عنوان کسی که از جانب همگی شما میتونه در سطح بین‌المللی رایزنی بکنه و کار بکنه، اون موقع این ادعا رو خواهم کرد و نه قبلش. بنابراین این رو باید از من بخواهید، من هرگز مدعیش نخواهم بود، اما این رو بدونید که تا جان در بدن دارم تلاش خواهم کرد که نیروهایی که متعهد هستن به یک باور آزادی به همدیگر نزدیکترشون بکنم، سعی کنم تا اونجا که میتونم بینشون تفاهم بیشتری به وجود بیاد، چون من معتقدم این چیزیست که کشور ما امروز از همه چیز بیشتر نیازمندش هست و برای من هیچ تفاوتی بین چپ و راست نیست، هیچ تفاوتی بین یک کرد و یک بلوچ نیست، هیچ تفاوتی بین یک آذری یا یک خوزستانی نیست، هیچ تفاوتی بین یک زن یا یک مرد نیست. برای من تمام این افکار محترم مقدسه و من در حفظ حق هر کدوم از شما همیشه تلاش خواهم کرد تا اون زمانی که یا با یه گوله منو از بین ببرید یا صدامو خفه بکنید، ولی تا روزی که جان در بدن دارم و نفس میتونم بشنم و قلم میتونم بزنم، مدافع حق تک تک شما خواهم بود، حتی اگر دشمنی پدری با من داشته باشید، بلکه من با شما هیچ دشمنی ندارم. من به خاطر آزادی کشورم تا پای جان مبارزه خواهم کرد. امیدوارم در این راستا تنها. سپاسگزارم از شما، امیدوارم که دوستانی که در صورت در رژیم گذشته آسیب های دیدن این کاراکتر و این خصوصیت رو جدی بگیرن. بسیار جالب است پدر کشتگی نداشته باشیم، برای ایران آینده فکر کنیم و در صورت بر خصومت ها، انتقام جویی ها، خشونت ها و همه اینا غلبه کنیم. امیدوارم این ظرفیت و پتانسیل رو تو خودمون تقویت کنیم که حیاتیست، بسیار حیاتیست برای ما، چون میتونه سالهای متمادی ما رو این خشونت ها در گذشته نگه داره. و ای کاش آرزو میکردم بابک جزنی، فرزند بیژن جزنی هم این مطالب رو گوش میداد و واکنش نشون میداد. خیلی ممنون. اما باز از این دوستان که هستند تو صف عذرخواهی میکنم و در صورت از این فرصت استفاده میکنم، یه سوال خیلی مهم رو در رابطه با منطق تغییر تحولات میپرسم. مدت های طولانی غرب سرمایه گذاری کرده بود که با فشارهای دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی روش حکومت رو تغییر بده، یعنی تغییر در روش و سیاست گذاری حکومت. تا مادامی که اصلاح طلبان در حکومت بودن، امیدواری غرب بالا بود. بعد از اینکه اصلاح طلبان از کانون قدرت رانده شدن و ظاهراً هیچ نوع امکان بازگشت و یا سازش و یا آشتی بین جنابندی های حکومت نیست، چرا که اگر خامنه ای اونها رو بپذیره و سیاست آشتی رو پیش بگیره، موقعیتش به شدت آسیب خواهد دید، اون موقعیت رو به شدت از دست خواهد داد در ذهن جامعه. به نظر شما منطق فشارهای اقتصادی و تحریمها که داره به مرحله حساس‌تری نزدیک میشه با تحریم نفتی، در جهت تغییر روش حاکمیت هست یا در جهت تغییر کل نظام یا کل حکومت هست؟ چون همین مسئله بسیار بسیار شبهه برانگیز بوده تا حالا. یعنی به نظر شما هنوز فکر میکنه غرب که با این فشارها امکان این که روش نظام تغییر پیدا بکنه وجود داره،
یا منطقی فشارها الان در جهت تغییر کل رژیم هست. سپاسگزارم، میک در اختیار شماست. بسیار نکته کلیدی رو شما بیان میکنید. من اجازه بدید سوال رو جوری دیگر مطرح کنم. ما هیچ تضمینی نداریم که آیا الزاماً این اهرم‌های فشار زیادی تر همچنان در جهت تغییر روش باشه یا تغییر نظام. برای که این ریسک رو ما نگیریم، ما که میگم، باز میگم از جانب مردم ایران دارم، از دیدگاه خودمون مردم ایران دارم به وضعیت نگاه میکنم، ما بایستی این مسئله رو گوشزد بکنیم به جهان که فشارهای برونی تا حدی مؤثر هستن، ولی الزاماً منجر به تغییر اساسی نمیشه. این ما در جستجوی تغییر نظام هستیم، چون فکر کنم اکثریت مردم ایران به این نتیجه رسیدن که مادامی که این نظام سر کار باشه، خیلی چیزا در گروه ادامه حیاتی نظام هستش و دست بهش پیدا نکردن. ما نمیتونیم بگیم که دنیا الزاماً دغدغش تغییر رژیم در ایران باشه. همین که بتونن ایران رو ضعیف نگه دارن، برنامه اتمیشو بتونن کنترل بکنن، شاید یه نوع بازارگرمی برای فروش اسلحه دیگه برای خودشون جور کرده باشن و اون رو یه جوری بخوان ازش استفاده ببرن که الزاماً به منافع منطقه ما یا کشور ما لااقل نخواهد بود، ما چیکار باید بکنیم که مسئله رو ببریم به قضیه یک حل همیشگی مشکل؟ که دنیا، شما اگه دنبال این تضمین هستین که ایران خطری ایجاد نکنه، بگذارید ما به آزادیمون برسیم. خیلی سریعتر به این تضمین خواهیم رسید تا این مانورهایی که تا به حال دادید. ما رو این به هیچ عنوان نمیتونیم حساب بکنیم. دوستان، تمام حرف من اینجاست. ما نمیتونیم در انتظار سیاست‌های جهانی بشیم که اونها تعیین تکلیف ما رو بکنن. ما باید وادارشون بکنیم از حمایت از یک جنبش مردم ایران. یعنی اینطور بهتون بگم، اگه ما درست این برنامه رو هدایت بکنیم، هر کدوم از این کشورها از قافله عقب بیفتن، فردا باز بیان جواب مردم ایران رو بدن که چرا حمایت نکردن از یک نهضت آزادی برای کشور ما. ما نمیتونیم به شکل پسیو منتظر سیاست تحریم جهان بشینیم. اما دوستان، اگر این گزینه رو نتونیم وارد صحنه بکنیم، بریم چی بگیم به این خارجی‌ها؟ که چرا از ما حمایت نکردین؟ میگن از چیتون حمایت کنیم؟ کدوم اپوزیسیون؟ کدوم تشکل؟ کدوم جبهه؟ این همه گروه بودید، ساز و آواز خودتون رو زدید، 30 سال سر ما رو بردید، آخرش هم هیچ کدوم هیچ کاری نکردید بر مملکتتون. تا اینکه بگیم نه، ما از یک جبهه واحد مردمی و ملی و همه گروهی داریم صحبت میکنیم، اکثریت مردم ایران در بر گرفته، اکثریت نیروهای سیاسی ایران در بر گرفته، ما به علم اختلاف سلیقه های ایدئولوژیکی داریم با هم یکی شدیم برای نجات کشورمون از این مخبسه، بلکه آینده ایران به دست مردم ایران تعیین بشه، نه یک قوای اشغالگر خارجی، نه یک حمله نظامی، نه که فردا بیاین برای ما کارزای کسی دیگر رو بتراشن و به ما تحمیل بکنن. نه، اون دیگه دست ماست دوستان. ما اگر امروز غفلت بکنیم، حرفی نداریم که فردا ایراد بگیریم به فلان انگلیسی یا فلان فرانسوی یا فلان روس یا فلان چینی یا فلان اسرائیلی یا فلان امریکایی. اون ببخشید کوتاهی خود ما هستش و بی‌لیاقتی خودمون در این عمل کرد. و یه روزی ما بس حساب پس بدیم به مردم خودمون. ولی اگر ما بیایم و کاری بکنیم که دنیا رو وادار بکنیم به اینکه از ما حمایت بکنن، اون موقع باید مسابقه بزنن که کی زودتر جواب سلام ما رو داده یا نداده. اینو واقعا با تمام آگاهی و آشنایی که با خصلت‌ها و به تفکرهایی که ندارن، ممکن تعدیشون خوششون نیاد، ولی باید کاری بکنیم که چاره ای غیر از این نداشته باشن، نه به عکسش، نه به عکسش. بیایم این جبهه واحد رو تشکیل بدیم. من به شما قول میدم، قول میدم که از این جبهه حمایت خواهد شد، چون هیچ آدم عاقلی در منطقه نیست که این رو بخواد ترجیح نده به سناریوهای ماجراجویانه که خدا میدونه چه هزینه رو برای دنیا متقابل خواهد شد. پس بیایم این کارو بکنیم زودتر و مطمئن بشیم که ازش استقبال خواهد شد. اما بیایم به خاطر آینده کشورمون این گذشته رو داشته باشیم، از گذشته درس بگیریم، اما در گذشته حبس باقی نمونیم. آقای رئیسی، شما اشاره کردید به آقای جزنی. ما فرزندان یک نسلی هستیم که آینده ایرانمون رو بس بسازیم. هیچ کدوممون مسئول کارهای قدیمیامون نیستیم، چه خوب چه بدش. و نسل بعد از من، نسل 20 ساله های امروز ایران،
نسلی که حتی جنگ ایران و عراق رو ندید اون روزی که من حاضر شدم، ولو اینکه خمینی در تهران نشسته باشه، در همین ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از خاک مملکتم برن و به عنوان خلبان بر علیه صدام حسین تهاجمگر بجنگن. ما باید پایمون رو بذاریم وسط، نه که به امید بقیه بشیم که برای ما جنگ بکنن یا نکنن. اون دیگه تقصیر ماست اگر این بدی رو ایجاد نکنیم. حالا به خاطر یه سری گرفتاری‌های سابق که به نسل آینده مربوط نیست، بخوایم این پدرکشتگی‌ها رو تا ابد مانع یک همکاری وسیع سیاسی بکنیم؟ نمیدونم دیگه تا کی میخوایم منتظر بشیم. ولی بنده به شما اولین کسی میگم که هیچ کسی، از خودم هم شروع میکنم، به تنهایی نمیتونیم معجزه بکنیم. ما نیازمند یکدیگر هستیم برای یک کاری که آخر سر همه درش میتونیم برنده و یا خدای نکرده بازنده باشیم اگر به حال خودمون نیاییم و یک چاره اساسی رو جستجو نکنیم. و هیچ کسی این وسط به نظر من مونوپولی این کار رو نداره، چه چپش، چه راستش، چه دست راشیش، چه دست چپیش، چه مشروطه خواهش، چه جمهوری خواهش، چه جبهه ملیش، چه کردها، چه نمیدونم هر کسی. همگی در اینجا بایستی یک وظیفه ملی رو از خودمون نشون بدیم تا بعد برسیم به حقوق حزبی و عقیدتی خودمون. اگر به دموکراسی اعتقاد داریم، اگر به صندوق رأی اعتقاد داریم، اگر به یه پروسسوس اعتقاد داریم، بیایم این تضمین رو متقابلا با سهم خریدن در این شرکت از حالا جستجو بکنیم. من نمیشینم به عنوان یک ایرانی فردا کسی رو رو سینی طلا به من هدیه بکنه. خیر آقایون، این درس من خوب از گذشته یاد گرفتم. من حق خودم رو با حضور خودم و شرکت خودم در صحنه میخوام تضمین بکنم و اینکه از شما میخوام و انتظار دارم که شما از امروز بیاین سهم بخرین در این شرکت، از روز اول دخیل بشید، از روز اول صاحبش باشید، از روز اول روش نظر بدید. منتظر نشیم که یک کسی بیاد از پشت کوه قاف برای ما وعده اصلاحات یا آزادی بده بعد معلوم نیست چی از توش در بیاد، با کی کار میکنه، با کی میشه، با کی حرف میزنه. نه، اون ماییم که باید ایجاد بکنیم. ما مردم هستیم، نه آقا بالاسری احتیاج داریم نه چیزی. اون دیگه در ید ماست، امروز الان همین حالا. منتظر چی نشستیم؟ فرق امروز با دیروز چیه؟ درسی گرفتیم؟ اگر گرفتیم بیان در عمل نشون بدیم دوستان، با خلوص نیت، با صداقت، با صمیمیت، به خاطر آینده. دادی هم نداره، خوب هم هست که باشه به نظر من، ولی با احترام به عقاید یکدیگر، با بردباری، با یک منشی که نمودار این باشه که بله، ملت ایران هم لیاقت یک کشور دموکراتیک بودن رو داره در رفتار و عملش. هی نگیم ای کاش مثل سوئدیا بودیم. خب میخوایم مثل سوئدیا باشیم، مثل سوئدیا رفتار بکنید. و من تعجب میکنم برای کشوری که اصلا پایه و اساس حقوق بشر رو قرن‌های پیش، زمانی که نصف بیشتر همین غربی که میگیم دنبال تمدن و مدرنیتش رفتیم یه مش قبیله وحشی بودن، در زمان کوروش کبیر ما زمینه حقوق بشر رو در کشور خودمون بنا کردیم که الان در تالار کشورهای جهان در همین سازمان ملل هستش. نام سعدی و نام کوروش، این یک افتخاری برای مردم و تمدن ایران باز باشه قبل از هر چیزی. اما آیا سزاوار اون هستیم امروز اگر رفتارمون تغییر پیدا نکرده باشه، اگر همچنان همون برخوردهای دگماتیک 50-60 سال پیش خودمون رو همچنان ادامه بدیم؟ با چه رویی میخوایم بریم به چشم خارجی بگیم که شما چرا نمیان از حق ما دفاع کنیم، بعد که خودمون حاضر نیستیم از حق همدیگر دفاع بکنیم؟ اونا بیشتر دلشون به حال ما بسوزه تا ما به حال خودمون. ای بابا ببخشید ذره احساساتی حرف میزنم، ولی واقعا فکر میکنم که ما امروز فرصت این رو دیگه نداریم که وقت تلف بکنیم و قفلت بکنیم. مطمئن باشید که آینده ایران به دست مردم ایران متاسفانه تعیین نخواهد شد. این دیگه در ید ماست امروز دوستان، دیگه بیش از این چی بهتون بگم؟ ولی رو من میتونید حساب بکنید، من شما رو ترک نخواهم کرد، من تا آخرش با شما هستم. بستگی داره که شما چی خواهم میخواهیم بکنید. فراتر از اینم نه ادعایی خواهم کرد نه چیزی خواهم گفت، ولی بدونید که من رو این اساس و رو این اصول دارم پیش میرم و دست همکاری با هر کدوم از شما که حاضری در این را با من پیش برید خواهم داد. و سلام، خیلی ممنون. ببخشید ساعت هم ساعت 4 شده آقای رئیسی، و اگر سوال دیگری نیست اجازه بدید من مرخص بشم تا انشالله در جلسه دیگری با دوستان صحبت داشته باشیم. سپاسگزار از همگی، ممنون. بله سپاسگزارم. والا
احساس جزء بخشی از انسانه. انسان بی احساس طبیعتاً باور کردنش مقداری دشوار میشه. انسان فقط برهان و منطق نیست، احساس هم داره، بخصوص توی شرایط. البته شما اجازه نمیدید اگر لطف کنید نرید، چون من قرار بود، یعنی باید اینجا با کمک من بیایی، به این دلیل که قرار بود کوتاه من یک ساعت صحبت کنم، ولی خوب طول کشید چون بس بسیار خوب بود و خوب پیش رفت. به همین دلیل اگر میخوای منو بیچاره کنی، گرفتار این دوستان کنی که حقش رو خوردم، میتونید بری و پدر منو در میارن، به عنوانی که جلوگیری کردم از دموکراسی و الاخر. اگر محبت کنید، یه مقداری هم صبر بکنید، مسئله کلیدی است، چون بسیار خوب هست و شفاف هست و گفتگوها جالب پیش میره. نکته ای رو مطرح کردید اهمیت بسیار زیاد داره و این رو من از لنین یاد گرفتم، لحظه شناسی. یه جمله معروفی داره در رابطه با قیام اکتبر که مخالفت میکردن دوستانش، میگفت اگر این لحظه تصمیم نگیری 48 ساعت آینده دیگه دیر شده. باید لحظه شناس، یعنی سیاست مدار باید لحظه شناس باشه، موقعیت شناس باشه. منم با شما هم نظرم، اگر اپوزیسیون، تأکید میکنم این اپوزیسیون که دچار لختی عجیبی هست، توی جنگای حیدری نعمتی گرفتاره، اگر این اپوزیسیون و مردم ایران این لحظه تاریخی و حساس رو درک نکنن و اقدام نکنن، به نظرم فرصت تاریخی رو از دست میدن، چون رژیم استعداد این رو داره که در لحظه که به بنبست برسه جام زر رو سر بنوشه. به این استعداد رو از خودش نشون داده، یعنی وقتی که فشارهای داخلی و بین المللی تشدید بشه تا جایی که موقعیتش به خطر بیفته، وارد سازش های ایران بر باده خواهد شد برای بقای خودش، همونطور که آقای خامنه ای و در دار دسته اون برای موندن در قدرت به هر جنایتی دست دادن که بمانند، برای این ماندن در قدرت به هر وطن فروشی هم به نظر من دست بزن و میمانند. این بستگی داره به ما، به اپوزیسیون و به همه مردم ایران که دچاری وضعیتن. راه چاره هم وحدت در کثرت، شکل حقوقی سازمانیش هم جبهه واحد ضد دیکتاتوری است. اگر دوستان توقف کنن، مکس کنن و یا منتظر فیلمثل فرصت های دیگه باشن، به نظر من خدمت به آزادی نکردن، خدمت به نظام کردن و فرصت جویی برای نظام کردن. امیدوارم که بر این مشکل غلبه کنن. به جلسه دیگری برم. خب این دیگه منو شما، یعنی با این حرفتون که دارین میرید آقا تیر خلاص رو به من زدی، حالا من با این دوستان چیکار کنم؟ نه خودت باش، نه خودت باش آقا. خواهش میکنم اگر امکان داره خودتون بیاین بگید که میتونید یا نمیتونید بمانید یا بروید، و یا تعدادی از این دوستان رو هم سوالاتشون رو جواب بدید. گرچه من تمام کوششم رو کردم که مجموعه سوالای کلیدی اساس و سوالهایی که مربوط به همه هست رو توضیح بدم. آقای ادمین گرامی میک در اختیار شماست. حالا بسیار ممنون، 15 دقیقه هم بسیار خوبه. ادمین گرامی میک در اختیار شماست، بفرمایید.
مرسی شاهزاده گرامی و آقای عرس عزیز، خسته نباشین هر دوی شما. عرس جان، خبرنگاران زیادی هستن در روم که علاقه دارن سوالشون رو بپرسن از شاهزاده عزیز. اگر اجازه بفرمایین دوستان خبرنگار اول سوال بفرمایین، ما خدمت شماست، بفرمایین. ممنون، خیلی ممنون. بله، یک اطلاع دارم، یکی از روزنامه‌نگاران معروف آمریکایی توی اتاق است. اگر هست به نام آن که به چه نامی هست لطف کنند میکرو به کی بدم. سفیده، بسیار ممنون. سفیده گرامی، میک در اختیار شماست، بفرمایید. جناب آقای رضای پهلوی، این اهمیت جدی داره، محبت کنید 15 دقیقه هم اگر بیشتر شد به خاطر مساله مشترک، به خاطر میهن، به این روزنامه نگار حتما پاسخ جدی، یعنی حضور داشته باشین، زمانی رو بیشتر اگر لازم بود در اختیارش بگذارید. سفیده گرامی، میک در اختیار شماست، بفرمایید. بعد از سفیده به مزدوش افنو میدم اگر اشکالی نداره، یا اگر در همین رابطه است به مزدوش بدم، اگر در رابطه دیگه است بگذار این سوال صورت بگیره. و مزدوشم پس یه دقیقه سفیده گرامی صرف کنید. مزدوش گرامی، میک در اختیار شماست، بفرمایید. و درود، صدا هستش دوستان؟ صدای بند درده برد. با درود به همه دوستان، ضمن عرض درود به آقای رضا پهلوی عزیز و تشکر از حضورشون، صحبت‌های خوبشون. یکی از دوستان ما خانم ایمی روزنتال از نشریه The Journal of International Security Affairs در واقع مهمان خانم سپیده هستن، مایل بودن که دو تا پرسش از شما داشته باشن. پرسشاشون رو به زبان انگلیسی میپرسن، شما به هر شکلی که راحت بودین، چه فارسی چه انگلیسی، جواب بدین، چون که هستن دوستانی که براشون ترجمه بکنن، محبت بکنید. من صرفا میخواستم معرفی بکنم برای دوستان خانم ایمی روزنتال رو از امریکا، از نشریه‌ای که معرفی کردم از امریکا. میکروفون رو به سپیده عزیز میدم که خانم ایمی روزنتال صحبتشون رو بکنن، بعد میکروفون در اختیار شما خواهد بود که پاسخ بدین. اگه به انگلیسی پاسخ بدین فکر میکنم بهتر باشه. سپاسگزارم از شما، بفرمایید. خانم سپیده. Hello, Mr. Pahlavi. I want to thank you for the opportunity to ask you two questions this evening. The first one that I have is that you have stated that you will create a national council to discuss the future of Iran. I'd like to know how, what role you see yourself playing in this council now and in the future. And secondly, what are your expectations regarding the Iranian people? After that, I would just like to ask, you know, as this is a year that a presidential election will be held, I want, and moreover, Iran is a central topic in regards to U.S. foreign policy. What would you personally like to hear from not only Obama, but also his Republican adversary in relation to Iran in these upcoming months? I thank you for your time, and I hope to have the opportunity to speak with you in the future. Thank you. Allow me to be very brief because time is of the essence here. They've asked me to stay a bit longer and I have to have a hard break by 4:25. To be very quick about it, as far as any role for me depends on what the council will ultimately decide. If they wish for me to act as a spokesperson on behalf of the entire group, will be able to assess that at that time. At this point, my only concern is to be of help to make sure that they can form such a council in order to coordinate our efforts in a collective manner, and therefore I don't anticipate any specific role for myself other than helping it being created. From that point on, it depends what they want me to do in terms of being of further assistance to them. So I'm not going to preempt a process. We'll see what will be decided at that time.
In terms of our expectation from the international community, including U.S. Presidential elections and their position, whether it be the current president or his potential adversaries in the Republican camp, my point of view has always been that the focus has to be back on the people of Iran themselves, most importantly, as the world is now considering various forms of dealing with the threat posed by the current regime. I've always been an advocate of avoiding military conflict or any kind of engagement of that form, which I think is a lose-lose proposal. And what I'd like to see added in the rhetoric that we hear from various camps is not just to consider an action vis-a-vis the current regime to be based solely on economic sanctions, but to first of all make them far more targeted, but also in addition to that find a mechanism of pressure from within the country on the regime, and that means helping the Iranian democratic opposition both at home and abroad. Without such leverage, it will be hard to assume whether or not it will be sufficient elements to force the regime to basically recant. But most importantly for us Iranians is the fact that are all these attempts by pressure meant to simply force the regime to change its behavior, or are we ultimately talking about the final and only solution, in my view, which is a change of regime in Iran? If it's the latter, then we have something to really talk about. If the objective is solely to make the regime change its behavior, it's a waste of time, and I don't see that allowing us any real breakthrough, except for we're getting dangerously closer to scenarios of military conflict, which is something to be avoided at all costs. Therefore, another alternative ought to be considered, and it's not the kind of issues that we hear any of these people talk about as an item on the table. And that's the part that is sorely missing. Admittedly, a lot of it has to do with what us Iranians have to do from our end, but we hope to have a receiving ear on the other hand in terms of international community responding to this expectation. Thank you. آقای رضا پهلوی گرامی، محبت کنید در شاید یه وقتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدهید رد هست ادمین عزیز قدم رد هست بر از رد آزادش کنید حداقل شما لطف کنید در اسرع وقت یه وقت دیگه بدین چون این ارتباط من سعی کردم کلیدی ترین مهمترین حساس ترین سوالات ممکن رو که کمک میکنه به ایجاد جبهه هم به لحاظ برطرف کردن ذهنیت ها و هم برطرف کردن موانع سیاسی تر کرده باشم که از زمان و وقت حد اکثر استفاده رو کرده باشیم. فکر میکنم که دوستان باید راضی باشن، در صورت سوالا بی پرده و شفاف بیان شد و دوستان دیگه هم که میخواستن سوالای رادیکال بکنن، فکر میکنم سوالای رادیکال اونها هم صورت گرفته. ولی با وجود این احتیاج به این هست که یک وقت دیگه برای دوستان بگذارید شما، این خیلی کمک میکنه به نزدیکی و امیدوارم این رهبران گروه های سیاسی به خصوص چپ ها هم یه مقداری از آقای رضا پهلوی یاد بگیرن که فروتنتر باشن، ادعاهای بزرگ بزرگ نکنن و محبت کنن، بیان اینجا با مردم بیواسطه صحبت کنن، تاخچه بالا به قول مردم نگذارن و امیدوارم یاد بگیرن. در صورت تشریف بیار اینجا برنده کسی هست که با مردم تماس مستقیم بگیره و از این سطح‌های خودخواهی ها، تفرعن ها و از بالا برخورد کردن ها را کنار بگذاره. امیدوارم که این مسئله هم حل بشه که در آینده نزدیکی ما این امکان رو داشته باشیم که به اصطلاح من کمتر صحبت بکنم، که قطعا اینجوری خواهد بود چون این اهمیت فوق‌العاده داشت که با نظم و دیسیپلین کار پیش بره، هم سوالا بشه، هم رابطه ها برقرار بشه و هم نتیجه گرفته بشه.
به همین دلیل از تمام کسانی که دستشون بالاست و نتونستن خودشون مستقیم تماس بگیرند عذرخواهی میکنم شدیدن، ولی لازم بود به نظر من، تجربه خوبی بود و در آینده نزدیک من فکر میکنم با این خصوصیتی که از آقای رضا پهلوی به طور بی‌واسطه دیدیم حتما دعوت ما رو در آینده نزدیک خواهند پذیرفت که بی‌واسطه تر به اصطلاح برخورد کنن. و یه وجه مشترکی هم که دیدم بین خودم و ایشون هم تو سیاست پوسکولوف شدن و این خوبه، چون تو سیاست اونم تو سیاست ایران آدم اگه پوسکولوف نباشه خلاصه این آدم ها فراریش میدن، باید پوسکولوف بود. خب کسی دیگه چه میگن خبرنگاری دوستی آشنایی دیگه نیست؟ ببخشید دوستان من قطع کردم چون سریع میخواستم پیشنهادی بدم. اولا که با کمال میل من به وقت مختنم شبتم با دوستان باز فرصت جلسه داشته باشم برای که سازنده تر باشم. طور که بودید پلتاک خیلی بعضی وقتا کار مشکل میکنه از نظر بیشتر گفتگوی، بنابراین شاید بتونید در جمعهای یه مقدار کوچکتر بیشتر این صحبت ها رو داشته باشیم به شکل متعددتر، حالا چه به فرم سکایپ چه به فرم اوو، اونا دیگه در اختیار دوستان میگذارم. زمنان آقای رئیسی شما که یه مقدار آخرش خواستین با شوخی بیشتر برگزار بشه، منم به عنوان یک پیشنهاد، نه که شوخی باشه، حتی شوخی جدی رو بگم، به عنوان یه حالت تکلیف شب بگم، من میگم که این بحثی که همه دارن که چگونه دی میخوان منو خطاب بکنن، یک بار برای همیشه یک توافق جمعی بین مشروطه خان و جمهوری خان بشه، یک اسمی بر من اختراع کنید که لاغت سر این دعوا نداشته باشید. من که در صد خودم میگم رضا پهلوی، حالا اگه چیزی خواستیم پیدا بکنیم پیدا بکنید که این مسئله هم یک بار همیشه حل بشه. خیلی هم من کیف خواهم کرد از اینکه این نیک نیم داشته باشم، لاغت سر اون همه توافق بکنید. خیلی ممنون، شب همگی بخیر.